بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز جمعه 27 ماه دسامبر سال 2013 میلادی و برابر با ششم دی ماه 1392 با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. من امروز تا ساعت 4 بعد از ظهر، چند دقیقه به 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، نیویورک، واشنگتن دی سی با شما خواهم بود. پس از اون آقای بابک هروی برنامه‌ای رو که قرار بود چهارشنبه داشته باشن، ولی به علت اینکه چهارشنبه روز کریسمس بود، تولد حضرت مسیح، اون برنامه نداشتیم، منم نداشتم، و ایشون اون برنامه رو امروز خواهند داشت، با شما خواهند بود و مطمئنم که مثل همیشه برنامه‌های خوبی رو به شما ارائه خواهند داد. و اما قبل از اون در ساعت 3 بعد از ظهر با آقای شادانلو خواهیم بود که ماجرایی رو در رابطه با ایران و یکی از مامورین ایرانی صحبت میکنن که با شما من هم به صورت شنونده اون برنامه رو خواهیم دید. و اما قبل از اون اگر اجازه بدید، من در چند روز گذشته اینقدر با فیسبوک به اصطلاح از این دوست بگی به اون دوست بده، از اون بنویس به اون بنویس و اینها، که حقیقتش تصمیم گرفتم که خب اگه این دوستان خودشون روی فیسبوک میان و بیان و به اصطلاح شرکت کنن، اگه نه من حاضرم مقاله‌ای، نوشته‌ای رو، ویدیویی رو بذارم، ولی دیگه اون پیام‌ها رو یکی یکی هی بر نگردونم، چون کار بسیار مشکلیه. مخصوصا فیسبوک چون اصلش برای جوان‌ها هست، بیشتر برای اونهایی که توی این دوره زندگی میکنن و اینها، نه زندگی مثل من و شما. زندگی که میکنم میگم یعنی با تمام وجودشون توی این قرن 21 و سال 2013 هستن، بچه هامون، نسل بعد از ما، و اونها ریل تایم، یعنی یه چیزی رو که 2 ساعت پیش گذاشتید، شما الان اگر بری در موردش صحبت کنی به نظر میرسه که سالها پیش اتفاق افتاده. متاسفانه یا خوشبختانه دوستان ایرانی، مخصوصا اونایی که همسن منن، حتی از من مسن‌تر هستن، ما همیشه دوست داریم گذشته رو هی کشش بدیم. یه چیزی رو یه نفر 20 روز پیش گذاشته اونجا، یه دوستی میره مینویسه، من اصلا خبر ندارم، ولی برای من اون نوتیفیکیشن یا یادداشتش میاد که آقا فلانی رفته روی اون فیلم یه چیزی نوشته، بعد من باید برم بنویسم. خلاصه خیلی اینجا میگن تایم کانسومینگ، خیلی وقت گیر هست، و آخرش هم میشه خر خسته، خدا ناراضی، همه دوستان از دست من ناراحت. و من بارها گفتم که وقتی دعوا بین دوستان هست و شما میخواین طرف هیچ کدوم رو نگیرید، میرید اینجوری دستتون رو میذارید اینها رو از هم جدا کنید، وقتی اینها از هم دور میشن و مشت میزنن، مشت و خنجول و پنجول و خنج، شیرازی ها میگن خنج، میندازن صورت شما و به اصطلاح اون رو زخمی میکنه و مجروح میکنه. اینه که گاهی اوقات بهتر این هست که یا آدمای سمارت و باهوش خودشون رو بین دوستان قرار نمیدن و از دوستانم خواهش میکنن که آقا خانم، این آقا یا خانم نظرش رو نوشته، شما هم بیان نظرتون رو بنویسید و خیلی خصوصیش نکنید. در هر صورت ما اون چیزی که روی فیسبوک کم داشتیم آقای سعید کاووسی بود که خیلی خوشحالم ایشون هم هر لحظه در حین رانندگی پیام میفرستن، و امیدوارم در سال آینده نیو ایر رزولوشن ایشون این باشه که به هنگام رانندگی این کار رو انجام ندن، و خدای نکرده اینجا میگن توی 5 o'clock news، توی اخبار ساعت 5 بعد از ظهر، یه وقت ما ایشون رو نبینیم. و قبل از اینکه اتفاق بدی بیفته، چون اتفاقی که از دوستان گفت آقا ما با این دوستت رفتیم یه جایی یه ساعت و نیم سفر، پدرمون در اومد، گفتم چی شده، گفت از بس از جاده میرفت بیرون. گفتم اه آقای کاووسی که میگی من خیلی مهارت دارم، گفت مهارتش همینقدر که من دفعه دیگه اگه گفت سوار ماشینم بشو میگم آقا شما برو من پیاده میام. مرسی داریوش عزیز از تگزاس گفته everything look good، ممنونم، ولی یه کمی سبزه شدم، آفتاب خوردم، هوای سرد،
شما باورتون میشه هوای سردم آدم صورت آدم رو سیاه میکنه به خاطر اینکه سرما مثل این میمونه که میزنه تو صورت تو اینها؟ در هر صورت خوشحال و ممنون که شماها برنامه رو ادامه میدید و با ما هستید و یعنی ما برنامه رو ادامه میدیم چون شماها با ما هست. این از آخرین جمعه امسال هست، سال 2013 27م دیگه بعدش جمعه نداریم تا جمعه هفته آینده که در سال 2014 خواهد بود، ولی دوشنبه که میشه 30 دسامبر برنامه دارم و با شما خواهیم بود. آقای اجلالی هم برنامه دارن و ایشون هم با شما خواهند بود در سال 2014 روز سه‌شنبه 7 ژانویه. چون گفتم دوشنبه فکر کردم روز بعدش خانم الهه قوامپور با شماها خواهند بود، ولی متوجه شدم که ایشون این ایام رو به اصطلاح گفتن بذارید مردم راحت باشن، با فامیلی با خانواده و با دوستان خوش باشن و از 7 ژانویه، پس یادتون باشه سه‌شنبه 7 ژانویه خانم الهه قوامپور ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا و 8 شب به وقت سوئد با شما خواهند بود. برنامه های ایشون رو روی یوتیوب میتونید برید ببینید. من اون یه دونه ویدیویی رو که به عنوان آشنایی با ایشون بود روی آرشیو ویدیوهای خودم گذاشتم، اون رو هم گذاشتیم جای 24م که تعطیل بودیم و میتونید اونجا ببینید. و اگر صحبتی حرفی دارید با خود ایشون از روی فیسبوک روی یوتیوب باشون تماس بگیرید. امیدوارم از هفته آینده از 7 ژانویه شماره تلفن یا ایمیل آدرس و اینهاشون رو بنویسیم تا شما بیشتر بتونید در رابطه باشید و در تماس. ما یکی از مشکلاتمون این بوده که اون فلسفه تفرقه بنداز و حکومت کن متاسفانه در حکومت‌های دیکتاتوری رایج بوده. خودمونم این کار رو بیشتر خودسانسوری و از هم جدا شدن و اینها رو داشتیم. پس سعی کنیم خیلی راحت با هم در تماس باشیم و این ارتباط برقرار بشه، مخصوصا الان که دیگه از این ور دنیا به اون ور دنیا توی 2 ثانیه 1 ثانیه میتونیم تماس بگیریم. و اما اجازه بدید تشکر کنم از دوستانی که لطف کردن و پیام گذاشتن. من یه دوستی پیام گذاشته، حقیقتش 16 دقیقه ایشون صحبت کرده، یک 10 دقیقه بعد یک 6 دقیقه و من واقعا میگم این رو 2 بار شایدم 3 بار گوش دادم، یعنی حدود 48 دقیقه 1 ساعت وقتم رو نمیخوام بگم تلف کردم، گذاشتم گفتم شاید یه چیزی یاد بگیرم، چون من همش دنبال اینم که یه چیزی یاد بگیرم. ولی خدمت این دوستمون عرض میکنم، اولا شما وقتی توی پیامی میگید من سالها پیش با شما یه ایمیلی فرستادم و در تماس بودم، یعنی واقعا فکر میکنید من ایمیل شما رو از سالها پیش تا حالا یادمه یا نگه داشتم و الان میتونم برم نگاه کنم ببینم من و شما درباره چی صحبت میکردیم؟ من روزانه 200-300 تا ایمیل برم میام، 70-80 تا پیام برم میام. پیامهاش هم مثل شما ماشاءالله 10 دقیقه صحبت میکنه، تازه بعد پیام دوم میذاره، بعد اگه یکم هم ما بیشتر شفتش بدیم ایشون دیگه عادت میکنه روزی 4 تا پیام میذاره. من نمیخواستم پیام شما رو بذارم، ولی هرچی فکرش کردم نتونستم جوابی برای خودم پیدا کنم. پیام شما رو یه مقدارش رو میذارم، شاید دوستان بیننده بتونن به اصطلاح به من بگن که منظور شما چی بوده. چون ما باز یکی از اشکالات اون اینه که از دیگران نمیپرسیم، ولی برنامه های من رو اگه برید اصلا اسم سوربی با مردم اینه که من میام یه چیزی میگم، میگم مثلا بچه‌مو میخوام بفرستم خارج، شما میگی نه آقا این محاسن داره ولی این معایبو داره، اینجوری اینجوری باعث میشه من فکرم قوی تر بشه. شما این پیام رو برای من گذاشتید، دوستان با هم بشنوید. آقای سوربی سلام علیکم، این پیام رو من برای شخص شما میذارم. سلام علیکم، ممنونم دوست عزیز، صدای شما هم آشناست، فکر کنم قبلا با هم تلفنی هم صحبت کردیم. و این پیام رو برای من میذارید یعنی چی؟ یعنی من فقط تنها گوش کنم و با دوستان بیننده در میون نذارم یا جهت آگاهی من گذاشتی؟ این رو من نمیدونم، بفرمایید.
جای تأسف است که تلویزیون شما مورد سوء استفاده ادهی شده که نه تاریخدان هستن نه باستانشناس هستن و علم تاریخ علم باستانشناسی رو صرفا برای مطالب سیاسی به کار میبرن. همینجا یعنی شما امیدتون این بود که تلویزیون مردم یا تلویزیون من یه چیز بهتری باشه که افرادی وقتی شما میگی کسای دیگه تاریخ شناس نیستن از سیاست چیزی نمیدونن، یعنی شما تاریخ شناس هستید، شما از سیاست چیزی میدونید، قبول داریم تا اینجا؟ و الان شما متاسفید، من هم متاسفم. میدونید چرا؟ من از سال 2003 اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی هستم، از سال 2003 تلویزیون مردم رو باز کردم. متاسفم که هر چی من گفتم که آقا خانم من که همه چیزا رو نمیدونم، شما بیا، متخصصین بیان، شما نیومدی. اگر اشتباه نکنم شما همون دوستی باشی که زنگ زدی با هم صحبت کردیم، قرار بود برنامه بذارید، بعدن گفتید به دلایلی الان برنامه نمیذارید، بعدن که کارتون ردیف شد برنامه میذارید. خب دوست عزیز، شما باید خودت رو سرزنش کنی، نه من رو نه دیگران رو. از قدیم گفتن به جای شمع کافوری نشسته خرس وافوری. اگه شما بیای اینجا دور افشانی کنی با صحبتات، نور افشانی کنی، اون وقت من مجبور میشم برم کنار. هی که شما بیشتر صحبت کنی من میرم دیگه آخر کار اون پشت دوربین. اگه 4 نفر بیان که با دوربین بهتر از من بلد باشن کار کنن، من میرم اونورتر مسئول صدا میشم، مسئول نور میشم. اشکال از شماست، چرا خودت رو سرزنش نمی کنی؟ دوست عزیز بذارید خودمونی باشیم، به شما بگم خودت، چرا خودت رو سرزنش نمی کنی؟ چرا نمیگی سوربی که آمده یه امکاناتی درست کرده به این سادگی ما میتونیم اونجا برنامه داشته باشیم، صحبت کنیم، حرف بزنیم، تجربیات خودمون، اون تحصیلات خودمون، تخصص خودمون رو به دیگران منتقل کنیم، چرا ازش استفاده نکردیم؟ این رو من میخوام شما من جواب بدید. بفرمایید. یعنی آدم های مغرضی هستن، یه چیزی اطلاعات دروغ در تلویزیون شما پخش میکنن، جای تأسف هم هست که شما با علم تاریخ و باستانشناسی به صورت اکادمیک آشنا نیستید. عزیز من، وقتی من میام میگم من تاریخ و همیشه 7 میگرفتم، خیلی هم خوشحال بودم که تجدید نشدم قبول شدم، جغرافی رو بلد نیستم خوشم نمیاد، شیمی رو بلد نیستم خوشم نمیاد، چون اینها حفظ کردنی بود و من اهل خوندن و حفظ کردن و انشا نوشتن نبودم. من ریاضی، فیزیک، برق، حساب فنی، درس فنی، چیزایی رو که نمیخوام بگم، چیزایی رو که قابل فهم و اینها بوده میفهمیدم. یک کسی مثل شما دوست داشته رفته دنبال تاریخ. اقلن من از این کارهایی که رفتم استفاده کردم، شما از این کارهایی که کردی استفاده نمی کنی. خلاصه دوستان براتون چی بگم، این دوست عزیز که من الان 42 ثانیهش رو پخش کردم، شما شاهدی، من اطلاع ندارم، دیگران مغرضن، دیگران نمیدونن، هیچ کس نمیدونه، این آقام که میدونه غایبه، ازشون رسما دعوت میکنم، چون شماره تلفن جو نمیدونم، ایمیلتون رو نمیدونم، از طریق همین به همین خاطرم پیامتون رو پخش کردم که یکی دیگه فکر نکنه من درباره اون صحبت میکنم، چون روزانه 70-80 تا پیام اینجوری داریم. از شما رسما دعوت میکنم به عنوان مهمان برنامه من، 30 دقیقه 45 دقیقه پولم نمیخواد بدی، مهمان که پول نمیده، بیاین به مردم بگید چه کار کنن، کجا برن، چه کتابی رو بخونن که تحصیلاتشون دانششون بره بالا. تا اینجایی که ما خوندیم دیدیم آقای هرودوت کامیشن بوده، استخدام بوده، پول دادن رفته تاریخ نوشته، تازه میگن خوب نوشته، ایشون به عنوان پدر تاریخ هست. بله، من آقای دکتر موسوی رو دیدم، ازشون خواهش کردم بیاد به عنوان یک آدم منصف این وسط بین صحبتایی که آقای صدرالاشراف کردن، بین صحبتایی که آقای عقیلی بود کردن و دیگران، ایشون هم بیاد نظر بده. اولین چیزی که ایشون گفت میدونید چیه؟ گفت من باید برم دوباره این هرودوت رو بخونم، چون هر بار که میخونه آدم یه چیز جدید یاد میگیره.
میدونید چرا؟ چون هر دفعه توی یک سن جدید میرید. شما نگفتید چه کتابی رو خوندید، شما نگفتید متخصص چی هستید، فقط شما اومدید گفتید همه مغرضن و فلان و اینا. حالا این 42 ثانیهش بوده. دوستان نگاه کنید، ماها که روزی یک ساعت دو ساعت برنامه داریم، به همون نگید آقا چرا اینقدر عصبانی هستید. ایشون 10 دقیقه صحبت کرده. داشته باشید من بیام پیام شماره 28، این یکی پیام 26 بوده، بعد پیام 27 مال یکی دیگه بوده، پیام 28 رو بشنویم که همین آقا صحبت کرده. بشنوید خودشون ببینید چی اقرار میکنن. اقرار درست، اقرار یعنی اگزاجوریشن. بفهم آقای شوری، من خیلی روز میخوام که کنترل حسابم از دست دادم و همینجا وایس. دوست عزیز 10 دقیقه خواستید شما صحبت کنید برای من و بینندگان، بگید مشکل اونها چیه. شما کنترل اعصابتو از دست دادی. چرا؟ چون به همه تهمت زدی، فوش دادی، توهین کردی، این بیسواده، اون مغرضه، این خائنه، فلان. حالا دوباره زنگ زدی میگی که من کنترل اعصابم از دست دادم. چرا باید کنترل اعصابتون از دست بدید؟ شما که با فلسفه آشنا هستید، با منطق آشنا هستید، باید از اینا استفاده کنید، بتونید دانشتون رو به افراد کم اطلاعی مثل سوربی منتقل کنید، و الا میشید اون معلم احمقی که سر کلاس بچه هاشو میزد. بچه‌ای که بلد نیست نباید بزنیش، باید بیشتر باهاش وقت بذاری. من بازم از شما دعوت میکنم تشریف بیارید، مهمون برنامه من باشید. و به نظر من این بیادبیه که شما که زنگ میزنی اسمتو نگی، شماره تلفنت که انانیمیس هست، یعنی اصلا این وقت ببینید مملکت ما وقتی دکترش اونه که میخواد بره آقای صمدانی و منو معرفی کنه به FCC، متخصص شما هستی که 10 دقیقه صحبت میکنی ناراحت میشی، خب چرا از هم سوال میکنیم آقا ما که این همه دانشمند داریم چرا 7 آخوند سوار 70 میلیونن؟ خب دلیلش اینا هستن، دلیلش شما هستی. گفت چی؟ چون خوب نگاه کرد پر خیش برو دید. گفتا از ماست که اگر ماست درسته خودمون هستیم. دلیلش من مجریم که تا یکی صحبت میکنه عصبانی میشه، دلیلش شما هستی که عصبانی میشی، دلیلش اون آقای دکتر بدون این که اسم کسی رو یاد بگیره زنگ میزنه میخواد آدرس منو، آدرس FCC و بعدم حتما میگه آقا بیا خودتم ببر برام پستخونه پستش کن که ببرم دادگاه. ما بلد نیستیم، هیچ گناهی هم نداره، چون شما احتمالاً این تاریخ و این فلسفه و این سیاست رو تو کلاسی خوندی که همون معلمای احمق بودن بالای سرمون. امیدوارم شما ادب از که آموختی از بی ادبان رو بذاری جلو خودت، بگی من که نباید مثل اون باشم، من که نباید مثل سوربی باشم، من که نباید مثل فلانی باشم. شما اسم همه رو بردی، بیاین خودتون باشید، بیاین بگید من فلانی ام، مردم بشناسن شما رو، بعد مردم رو قبول دارید شما که میفهمن. اگه مردم میفهمن چرا نمیاین برای مردم فهمیده صحبت کنید بذارید نظر بده؟ اگه مردم نمیفهمن خب خلایق هر چه لایق بود دادن، لیاقت اینا همینه که مست. نکنید این کارو، زشته. من این رو اگه برای یه آمریکایی بذارم بگم آقا نگاه کنید این آقا ادعا میکنه سیاست مداره، این آقا ادعا میکنه تاریخ دانه، این آقا ادعا میکنه وطن پرسته، 16 دقیقه نمیتونه صحبت. 16 دقیقه بفهم در قبال این دروگوی ها و صافتکاری هایی که یه مش انسان مغرض در تلویزیون شما نشون میدن. عزیز من شما نمیای، جا باز شده برای تاخت و تاز اونها. امیدوارم شما که میای اینم 22 ثانیه بسته، دوباره مغرض، وطن فروش، خائن، همین یاد گرفتیم ما. در اصل ممنونم از شما و نمیدونم چی بگم واقعا. هر چی فکر کردم من چگونه میتونم بدون پخش کردن این پیام
بیام حرف بزنم. چون یه مشکل دیگه هم که ما داریم اینه، وقتی من میام میگم آقا یا خانمی که پیغام گذاشتی اونجا، بعد چهار نفر میگن آقا تو که به من اینو گفتی، میگم بابا به تو نبودم، والا بلا به تو نبودم. بهترین کار همینه، پیام که میذارید ما پیامو پخش کنیم، در مورد صحبت کنیم. بریم سراغ آقای ذوالفقاری عزیز، مهدی ذوالفقاری. بارها بهتون گفتم یکی از مجریان برنامه‌ای هست که برنامه‌هاش رو من میدیدم قبلا، الانم وقت کنم هر وقت که ویدیو لینک شوارم میفرسه نگاه میکنم. به نظر من یه آدمیه که میدونه چی میخواد، میدونه چی کار داره میکنه و برنامه‌هاش قابل دیدن هست. آقای مهدی ذوالفقاری از کالیفرنیا، از سان فرانسیسکو، بفرمایید. آقای سلوهی عزیز سلام عرض کردم، به قول آمریکایی‌ها مری کریسمس. عرض کرد که من از این، من ذوالفقاری هستم، از این دوستی که دارم صحبت میکنم که منتقد مجاهدین هستم، که به نظر من اشکالی هم نداره، خیلی خوبه. ولی نکته که مثل بر من سوال مطرح شده این هستش که این ایشون همش توی مسئله جنگ صحبت میکنن یا تمرکز میذارن. من نمیدونم این با چه دلیلی دارن یا چه دلائل موجوده که ایشون دارن از جنگ صحبت کنن. کدوم جنگ؟ این که همه گزینه ها به قول امریکایی یا سیاست مداره امریکایی رو میتست، من شکی نزدم همه چی میتون باشه، ولی چرا ایشون داره مثلا جنگ و اینقدر مثلا بزرگ میکنه؟ آن چیزی که لابی های رژیم جمهوری اسلامی هم مرتب دارن این مسئله صحبت میکنن، خود جمهوری اسلامی هم یا سران سپاه پاسداران هم در این مسئله صحبت میکنه، و چه دلایلی موجود هست که این جنگ در واقع جایگزین فقط به صدا این سانکشن ها و تحریم ها هستش؟ خیلی ممنون که سوال کنیدش میکنم. ممنونم آقای ذوالفقاری. شما چون نگفتید که چه کسی چه برنامه‌ای، من حدس زدم شاید آقای هوشنگ رادخو بوده یا شاید آقای عزیزان، چون آقای هوشنگ رادخو گفته بود فقط به اصطلاح با جنگ و اینها میشه چیز کنین و من به همین خاطرم دعوتشون کرده بودم. و اینی که شما میگید لابی‌های جمهوری اسلامی و اینها، خب خیلی ها خود من رو هم متهم میکنن، میگن که چرا مردم رو شما هم میترسونید، میگید که اگر اینجوری بشه جنگ میشه و اگر جنگ بشه آخوندها قوی تر میشن و وای میسن. میگم چرا؟ این که برید 8 سال جنگ رو نگاه کنید، زمانی که توی ایران زنها میتونستن تظاهرات کنن، مردها، معلمها، دبیرها میتونستن اعتراض کنن، یه دفعه جنگ که شروع شد همه گفتن جنگ حرف بزنی اینجوری اونجوری، و چنان خفقانی را انداختن که 8 سال هیچ کس نتونست صحبت کنه و بعدم چنان کشت و کشتاری توی اون 8 سال سالهای 60 اینا کردن که نسل معترضین رو برداشتن. ولی در رابطه با، یعنی منظور شما اینه که به اصطلاح تحریم ها باشه و به جنگ نمیرسیم؟ اگر دوست داشتید روز هفته آینده یا حتی بعد از این ایام تعطیلات با هم یه صحبتی بکنیم تا این هم مشخص بشه، چون بعضی وقتا من متوجه نمیشم. دوستمون سعید نوشته که One side has good picture, none freeze. One side has good sound, none stop sound. Yes, میگه یک وبسایتی تصویر خوب داره، فریز هم نمیشه. یه وبسایتی تصویر نمیدونه، نگفتی نداره، گفتی صدا خوب داره، و دوتاشو من با هم میکس میکنم تا یه چیزی بشه. شما که تو کار کامپیوتر هستی اینها، من بهت پیشنهاد میکنم که این کار رو نکنی، چون وقتی دوتا سایت رو با دوتا ویدیو روشن میکنی، میدونم شما اینترنت سوپر دوپر داری، ولی اون جون اینترنت رو میگیره و اینها. شما بهتره که یک بار یکیشو ببندی، چون دارم میبینم از جی الویز داری نگاه میکنی و از مردم تیوی، یکیشو کاملا ببند، نه که صداشو ببند یا چیز کن، یکیشو ببند، یکیشو کنترل کن اون یکی، و ببینید کدوم بهتره، اونو استفاده کنی. در صورت چون آخر سال هست، دوستان اجازه بدید من یک تشکر بزرگ از سعید داشته باشم، از آقای علی سیلابی داشته باشم، از دوستمون مکس استادی سیرکل داشته باشم که یه مدت غیبش زده، و اینها کسانی بودن، خیلی کسای دیگه، از بها، از بهروز، از خانم بنفشه، از خانم سارا،
که اینها با حمایتایی که کردن، چه حمایت مالی چه حمایت معنوی، ما رو وقتی که خسته شدیم، وقتی که از نامهربانی بعضی از شماها دل شکسته شدیم، گفتیم فردا دیگه نمیام، بابا ولم کن، منم مثل دیگران میرم دنبال کار و پول درآوردن، اینها آمدن، حالا نمیدونم، شاید هم یه روزی برسه بهشون نفرین کنم، بگم خدا، بگم فلان چیکارتون کنی که ما رو نگه داشتید که بیشتر زجر بکشیم. ولی تا امروز من موظف میدونم خودم رو که ازتون تشکر کنم که شما بودید تا ما تونستیم این راه رو به همراه شما با دلگرمی به اینجا برسیم و خیلی خوشحال هستم که به اینجا رسیدیم و با شما هست. خب در رابطه با یک ویدیویی که هفته قبل در برنامه کانون آوا قرار بود به دست من برسه و پخش کنیم و نشد و اینها، من امروز اون رو گرفتم و 2 ساعت و 7 دقیقه نشستم نگاه کردم. دوستان، آمریکا یا میگن this is a must، یا بعضیا میگن you owe it to yourself، یعنی به خودت بدهکاری که این کار رو انجام بدی. من فکر میکنم شما این ویدیو رو بشینید با دقت گوش بدید، صحبتای آقای علیرضا میرعسکری هست با آقای عباس صادقی، و جالبه که اون مصاحبه کننده هم خودش جزء مجاهدین بوده و وقتی اون یه چیزی میگه این کاملا میدونه کجا بوده و چی شده و اینها، و شما ببینید که چرا امروز سازمان مجاهدین اینجوری به اصطلاح اصلا لجام گسیخته و معلوم نیست نظم و ترتیبش و اینها، و در به در همین دیشب باز حمله کردن، 3 نفر دیگر رو کشتن در لیبرتی، 50 نفر رو زخمی کردن و اینها. و ببینید شما وقتی توی خونه زندگی کنید که یه پولی که میذارید رو میز، ندونید که این بچه‌تون الان این پول رو میخواد بدوزه بره دوا بخره، هروئین بخره، مشروب بخوره، یا یه هم اتاقی دارید، این اصلا اونجا خونه نیست برای شما. سازمانی که بیاد اعضای خودش رو اینجوری بیاره و مورد بازجویی قرار بده، اذیت کنه، ضرب و شتم کنه تا اینها به جایی برسن که بگن بابا مهرم حلال جونم آزاد، اون وقت به اینجا میرسه که سازمانی که چندین هزار نفر رو میتونست منظم و مرتب کنه، الان مجبور میشه بره نفرات رو بخره، اجاره کنه و بیاد اونجا. و حقیقتا مسخره شده. من یه عکسی رو تو برنامه قبلی هم نشون دادم، حالا تو قسمت عکس ها بهتون نشون میدادم که عکس آقای فیلاوی و دیگر دوستانی هست که در مجاهدین هستن یا در شورای ملی مقاومت هستن و اینها 108مین روز اعتصاب قضا رو پشت سر گذاشتن. و شما به من بگو یک خانمی بتونه 108 روز اعتصاب قضا کنه و بتونه وایس تابلو رو هم بندازه گردنش و با خودش لبخند بزنه. شاید من آدم ضعیفی هستم، ولی من اگر 2 روز خوراک نخورم دیگه نمیتونم حرف بزنم. شما چی؟ آقای فیلاوی با اون پهلوانیش ماشاءالله روی سینه‌اش نوشته 5 روز 5 روز اعتصاب قضا کرده. توی همون عکس جالبه یه آقایی پلاکارتو دادن دستش، ولی چون برای 3 روز بوده فکر کنم از خجالتش گذاشته زیر پاش و نشسته روش. این عکس رو هم بهتون نشون میدم در قسمت این 25 دقیقه که هست و بعد از آقای شادانلو هم اون چند دقیقه که با شما خواهم بود. وقتی که با یکی از دوستان صحبت میکردم راجع به این که چرا آمریکا یا اروپا اینها به اینجا رسیدن ما نرسیدیم، خب اون انقلاب کبیر و اینها ما هم داشتیم، یه چیزای اینجوری نقطه عطفایی که تو تاریخمون بوده، ولی چرا ما اینجا؟ گفت ببینید شما وقتی توی مملکتی زرنگی این میشه که کار نکنید، ما توهین میکنیم به اون کسی که درس خونه، بهش میگیم خرخونه، مثل خر خرخانه، خرخونه، هرچی کتاب میخونه، ما اون کسی که کار میکنه وظیفش رو انجام میدیم میگیم بابا این پپس نمیفهمه، این خرکاره. شما از این جامعه احتیاج به اصطلاح چشم دارید که کی بیرون بیاد، چی بیرون بیاد. هر کسی میاد میشه بابک زنجانی که دزدیدن و دزدی و اینها رو به اصطلاح معیار قرار داده برای موفقیت، نه اینکه به چند نفر آدم کمک کرده. از این جامعه ما چه انتظاری داریم؟ چی بیاد بیرون؟
میبینیم اونایی که نزدیک به قدرت میشن هم خودشون فاسدن، فاسدتر میشن، همون کسی رو که در مقام رهبری یا در مقام کنترل هست و اینها اون رو فاسد میکنن. و وقتی این فاسد اون فاسد، جامعه هم مجبور میشه خودش رو فاسد کنه تا بتونه بوی گند اینها رو تحمل کنه. سعی میکنم این دوستان بیشتر بیان. یک دوست عزیزی لطف کرده یه چکی رو به مبلغ 250 دلار فرستاده و نوشتن که امید است برنامه‌های تلویزیونی مردم بتواند میزه گردی با دارندگان اندیشه‌های سکولار، دموکرات، برابری طلب سازماندهی کند. تعطیلات خوبی داشته باشید و سال جدید مسیحی را پیشاپیش به شما تبریک میگویم. من از شما ممنونم. در همین رابطه از این دوست عزیزمون که لطف کرده 16 دقیقه پیغام گذاشته، میخوام که مهمون برنامه من باشن. میبینید یکی دیگه پولش رو میده تا من میتونم از شما دعوت کنم. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. ما این ایام هالیدی و اینها امیدمون این بود که بعضی از دوستان اگه تو اروپا، آمریکا زندگی میکنن این رسم رو دیده باشن که بابا تلویزیون‌های آمریکایی، تلویزیون پابلیک اکسس که پابلیک به اصطلاح تیوی ها که اینقدر بودجه میگیرن از این، حتی از خود دولت گرانت و فاند و نمیدونم شرکت‌های مختلف بهشون پول میدن، باز میبینید که طرف میاد و افتخار میکنه که میگه ما احتیاج داریم به کمک شما چون این تلویزیون برای شما هست. و بعضیا به رگ غیرتشون بر میخوره یا اون حس فهمیدنشون شروع به کار میکنه و کمک میکنن. متاسفانه فقط 100 دلار، این هم علیرضا لطف کرد ارسال کرد، و این 250 دلاری که این دوست عزیزمون فرستاده و جای تاسفه که روی فیسبوک روی یه صفحمون 5000 تا، روی صفحه های دیگه که من گیو اپ کردم ول کردم، ایمیل لیستمون بیش از 3000 تا، بیننده های جی ال ویز و تی وی باکس و گوگل باکس و روکو و اینا دیگه نمیدونیم چند تاست، ما داشته باشیم فقط یه علیرضا با همت، یه دوست داشته باشیم با همت، بقیه همه طلبکار، بقیه همه نمیدونم بهتری میگن اینجا معروفه، میگن اینجا طرف میخواد پول ارزون ترین شراب رو بده ولی بهترین شامپاین رو بنوشه. این امکان نداره دوست عزیز. حالا راجع به ارزون ترین شراب اینا، میدونید بعضی وقتا یه شرابایی هست ممکنه شما بخری 5-6 دلار، ولی با دوستان خوب، یاران خوب، موقعیت خوب نشسته باشی بخوری، از یه شراب 1000 دلاری ممکنه خیلی هم بهتر باشه. من خودم یه وقت یه شراب 700 دلاری، یه شامپاین 700 دلاری خوردم که هنوز که هنوزه به اصطلاح دارم میسوزم از اون اشتباهی که کردم. در هر صورت اون اینجا میگن امبیانس، اون محیط، اون همون جمع دوستان و یاران و اینها مهمه که با اونها باشی. ممکنه من یه جایی رفتم به یکی گفتم که گفت آبجو میخوری؟ گفتم آره اگه باشه آبجو دارکتر میخورم. گفت بابا این بادوایزه این کینگ همه آبجواست. گفتم آقا این کینگ، ما مردیم از دست کینگ و پادشاه اینا، ولمون کن، خود کینگا نشون نمیده که بهترین هستن. دیشب یه برنامه رو 2020 نشون میداد و ماجرای این قصرهای بزرگی که الان به فلاکت افتادن، صاحب این قصرها به خاطر مالیات و خرج نگهداریش مجبورن خودشون اونجا کار کنن مثل کارگر توی اون فروشگاه یا به صورت هندیمن، تعمیرکار اینها، تا اینها رو نگه دارن. یعنی شده یک جعبه جواهری که اینها دارن غرق میشن، مجبورن این جعبه جواهر هم نگه دارن. چند مدت پیش که رفته بودم پورت نیوپورت، اون کافه جینیز هوکا حتما برید، اونجا یه خانمی اومده بود اونجا، یه آمریکایی که خانم فری معرفی کرد، گفت این خانم قصرش رو فروخته نمیدونم 40 میلیون چقدر. گفتم از همین قصرهایی که اینجا هست، اونجا چندین قصر هست که دیدنش رو بهتون پیشنهاد میکنم. گفت بله، برای که شوهرش مرده و فوت شده و اینها، خودش تنها باید خدمه و کارگر و اینها و مالیات، چه مالیات بزرگی، چون توی آمریکا باید پراپرتی تکس بدی، یعنی اون چیزی رو که داری دولت میگه خب تو اینو داری به ما پول بده تا ما پول خرج راه، مدرسه چیز کنیم و دیگران هم بتونن ازش استفاده کنن. در اصل ایشون فروخته بود
و این ماجرای کینگ و اینا رو من نمیدونم دوستان کی میخوان از بحث و اینهای ما بیرون ببرن. حتی یه جای دیگه راجع به ملکه و اینها بود، گفت آقا ما دیگه از زنبور عسل هم پایین‌ترین. گفتم یعنی چی، چه ربطی به زنبور عسل؟ گفت زنبور عسل برای خودش ملکه داره. گفتم بیا جلو، میدونی سر اون زنبورا چه کار میکنن با ملکه؟ این آدم ها اسم این بدبخت رو گذاشتن ملکه، و الا ملکه زنبورها فکر کنم اگر یکی بهش میتونست مصاحبه کنه میگه آقا من حاضر بودم یه زن خانه‌دار باشم، ولی این همه سربازه، میدونید زنبورا سربازن. خلاصه منو نبرید توی این ماجرای پادشاه و ملکه، اون وقت کارتون خرابتر میشه. اینم از این ماجرا. و اما نوشته هایی رو دارم که میترسم بخونم. چرا؟ بلد نیستم. همون دوستمون اگر بیاد اینجا بعد من میبینم ایشون خیلی قشنگ بلده تاریخ فارسی اینها، ازش کمک میگیرم که این نوشته ها رو هم من بتونم بهتر بخونم. و اما ببینم که این نوشته خانم بنفشه رو ما کجا گذاشتیم. خدایا از دست این جیمیل و چیز منو نجات بده. یاهو نجات پیدا کردم، فعلا آمدم توی جیمیل، ولی جیمیلم یک مشکلایی داریم که اون هم در نوع خودش. خب بریم برنامه لایو و ببینیم که این دوستمون نوشته ای رو که نوشتند کجا گذاشته. میدونی جالب اینه که من نوشته رو که میذارم میگم خب تا دو روز دیگه که ایمیلی ندارم، نوشته ای ندارم، میخونم. بعدن میبینم 30 تا 40 تا دیگه هی اضافه کردم رو همون، که تازه حالا به قول معروف اون رو ما جدا کرده بودیم، گذاشتیم توی پوشه، نمیتونم پیداش کنم. باورتون میشه؟ خدایا عجب صبریه. بله یه کمی صبور باشید. گفت که بهم گفتن که صبور باش، صبوری جد آبادم رو درآورده، چگونه میتونم صبور باشم؟ خانم بنفشه هی میرم این پایین ایمیل ها، هی میام بالا، ایمیل شما رو نمیتونم پیدا کنم. امیدوارم که شما رضایت بدی ما در ایام تعطیلات این پروگرام یا شیوه ضبط کردن رو برای شما بذاریم و شما با صدای خودتون مقاله خودتون رو بخونید که چقدرم بهتر میشه دیگه. اون اشتباهات من که موقع خوندن و اینا انجام میدم یا دیگه، یا سهون یا عمدن، سهون که نمیشه، عمدن که نمیشه، حتما سهون هست، از بین میره. و خیلیه که واقعا من نمیتونم این رو پیدا کنم. شاید به جای لایو گذاشتمش توی لایو نیشن، چون ما یک پوشه دیگه هم داریم به نام لایو نیشن که مال یک، نمیتونم در اصل. اگه لطف کنید برنامه رو میبینید داری من ایمیل کنید، الان ایمیل ها رو نگاه میکنم و میخونمش. ضمن این که 16 دقیقه بیشتر وقت نداریم تا پخش آگهی ها، و اجازه بدید ببینم اینجا هست. نه اینقدر شما برای سعید کاووسی فرستادی و اینها که میبینم 10 تا بنفشه داریم، ولی این بنفشه اون بنفشه یا اون ایمیل نیست. و صنعت تعدیق سازی، باورتون میشه؟ وقتی میگن تو ایران ما صنعت نداریم، ببینید چه کردن با این تعدیق. تعدیق یکی از خوراکای خوراک که نیست، یکی از همین دیگه خوراک است که فیوریت منه. یعنی من واقعا اگر شام و نهار نخورم مهم نیست، ولی اگر یه جا برم خوراک باشه، تعدیق باشه، دیگه چه بهتر. بیاین اینو بهتون نشون بدم، شاید توی این فاصله خانم بنفشه لطف کنه اون مقاله رو برای من بفرسته تا منم بتونم برای شما پخش کنم بخونمش، اگر نه که یک وقتی دیگه و فرصتی دیگه. بیا اینجا کامرای 2 خدمت شما. بله میبینید پیشرفت چشمگیر صنعت تعدیق سازی در ایران. خودتون ببینید چه نقش های قشنگی با سبزی، جعفری، شاهی، نمیدونم اینها درست میکنن. یه مقدارش هم از بیکاریه، وقت زیاد. این یکی نمیدونم پوتیتای سیب زمینیه، مثل آناناس داخلش رو سوراخ کردن. خب تعدیق سیب زمینی هممون خوردیم، تعدیق با نون هممون خوردیم، تعدیق با عکس اینجا نوشته آشپزی مریم، من نمیدونم این دیگه چیه، چارگوش چارگوش گذاشتن. یه بار تعدیق درست کردن، کاتش کردن، دوباره گذاشتن.
در هر صورت من که اینجا گرسنم شد، شما چی؟ این یکی هم که از قلب شکسته و نمیدونم زیرش صلیب چیه. راستی راجع به صلیب براتون بگم، فهمیدید که آخرین ویدیویی که این دیگه چیه، بادام زمینی و اینها، وای 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 وای. خب بله، هر کسی به یه نوعی سلیقه و ذوق خودش رو توی این تعدیق سازی به اصطلاح تأثیر داده و اثر گذاشته و میبینیم بله این تعدیق، این یکی نونه، این پایینی که داره میاد و من خیلی اهل تعدیق نونی نیستم، دوست ندارم، ولی تعدیق با ماست امتحان کنید ببینید چقدر خوشمزه است. این بنده خدا هم که مثل دیوارا و اینها نشسته معماری کرده، همش گفتم بهتون از وقت زیاد هست، خب علاقه و ذوق هم بی اثر نیست. گفت دادان چرا معتاد شدی؟ گفت خدا از دست این دوستا، از سر تقصیر این دوستان نگذره. البته خب تریاک خوبم بی اثر یا کم اثر نبود. این چیه؟ سبزیجات رو ریختن اون پایین و این یکی چیه؟ وای چقدر زحمت میکشن اینها. شما هم گرسنتون شد؟ این دیگه چیه؟ این که دیگه شد مثل شیرینی قرمز و رد روز. چی؟ تعدی. این یکی هم که به به، من واقعا دهنم آب افتاد. میوه بود باز دوباره، این یکی هم آمده زیتون و اینها گذاشته. ولی من از آشپزی آقایون براتون یه چیزی را حتما نشون میدم که یک خانمی زنگ میزنه به همسرش میگه که نصف سیب زمینی ها رو پوست بکن بپز تا من بیام. اون را هم براتون نشون میدم در قسمت عکس ها. بذارید ببینیم که این دوستمون بنفش خانم از پاریس برنامه رو میبینه یا فکر کرده ما امروز هم تعطیل هستیم و رفتیم دنبال کار و زندگی خودمون. چون گفتم باید اول بیکار باشی تا بیای برنامه تلویزیون بذاری، بعد بیار باشی، بعد بی پولم باشی، یعنی عادت کنی که پول نخوای، چون توی این بیزینس پولی نیست. حالا اونایی که هی میگن آقا اینا که بابا این چی دیگه معلومه شو، یعنی شما نمیدونستی ما 50,000 دلار بهش میدن؟ 50,000 دلار چی؟ ما 100,000 دلار. شما لطف کن 100,000 دلار رو بگی 25 تاشو خودت بردار، 75 تاشو بیار بده به من. امان از ما که حرف مفت میزنیم، حرف بی خود میزنیم و امیدوار باشیم سال آینده، سال 2014 یه سالی باشه که ما توش کمتر حرف مفت بزنیم. میدونید فلسفه حرف مفت از اینجا شروع شده که تلگراف که میاد تو ایران میگن آقا مردم میترسن، شک میکنن اینها، چیکار کنیم؟ میگه آقا بذارید مفت باشه، میان مفت و اینها که میان، این تلگراف میزنه برای اون، اون میزنه برای اون، یه روزی دیگه پست، اداره پست میگه دیگه حرف مفت تموم شد، باید پول بدی. این حرف مفت نزن. ای کاش که ما هم بله مرسی بنفشه این مقاله رو فرستاد. I send for you. کجا نیستش که اینجا به قول شیرازی ها علمون کردی، ایمیل خالی میفرسی، نوشتی I will send for you، نیست اینجا، دوباره بفرست یا به صورت attachment بفرست. باید دفعه دیگه یه عکس، آها یادم افتاد توی فیسبوک گذاشتم، اینو گذاشتم یا اون اولی رو گذاشتم. اینقدر مقاله ها دیگه الان از این هفته به اون هفته هی میاد که من نمیدونم کدومشو خوندم کدومشو نخوندم و باید شماره بذاریم. بذارید ببینم اینه، آره دروغ و دروغ سازی و اینها، خرافات بعد از دروغ و دروغ بعد از سانسور. بله مرسی، من روی فیسبوک گذاشتم و دوستان براتون اینجا بیارم از روی این بخونم، شما هم با من همراه باشید. گفت چی؟ همراه شو عزیز کین، یادم رفته، عجب مموریمون از بین رفته واقعا. میگه تنها نمی شود یا بله. ببینید بنفشه نون از پاریس، خرافات بعد از دروغ و دروغ بعد از سانسور. با دیکتاتوری به خاطر دروغگویی، خب حالا اینجا کوچیکه من نمیتونم بخونمش، اینجا بدبختی داریم، اونجا میتونم تصویرش رو بزرگ کنم. آره یه دوستی هم پیغام گذاشته که آقای سربی شما گفتید از این نوشته ها و اینها چگونه میتونید عکس بگیرید. ببین وقتی میگم ممنونم از سعید، خب درسته که کامپیوتر ما داره که میتونیم عکس از اسکرین بگیریم و اینها، ولی وقتی من ویندو 7 رو گرفتم، سعید به من گفت یکی از
محاسناتش اینه که یه تول یا یک ابزاری داره به نام سنیپینگ. این اگه بذاری عکس میگیره از هر چیزی که بخوای، و من باور کنید روزی نیست که 10 بار یا 15 بار از این سنیپینگ استفاده نکنم. خیلی ساده است، گذاشتمش روی دسکتاپ، اینو که میزنم صفحه‌ای که باز میشه میتونم از هر جایی اینجوری بگیرم، این قسمت رو برای شما به صورت عکس بفرستم، بعد میتونم با قلم قرمز اسم رو قرمز کنم، با هایلایت، هایلایت یعنی این ماژیکای رنگارنگ، اینجوری کنم هر جایی میخوام هایلایت کنم و اسم بذارم و برای شما بفرستم. اگر از این بیشتر اطلاع میخواین برید روی یوتیوب، روی یوتیوب حتما هست، بگید که بنویسید، حتی به فارسی هم فکر کنم باشه. سعی تصمیم بگیر سال 2014 بیا یه برنامه بذاری تو تلویزیون. اینجا متاسفانه این چیز کوچولوه و من درست نمیتونم بخونم، بذارید ببینم میتونم این تصویر رو بزرگتر کنم. بله، خرافات بعد از دروغ و دروغ بعد از سانسور، آفت خرافات لانه میکنه. در همین چند روز در روی فیک، آها، با دیکتاتوری به خاطر دروغگویی باربران متخصص تاریخ آفت خرافات لانه میکنه. در همین چند روز در روی فیسبوک تلویزیون مردم شاهد بودیم که چطور به اصطلاح دانشمندی به نام آقای ضیاء صدر اشرافی که روی تجزیه، آهان اینو من گفتم اجازه بدید من نخونم، پس یه مطلب بین این و اون یکی هنوز مونده، دلیلش هم به ایشون گفتم، گفتم ببینید وقتی که شما میاین آقای ضیاء صدر اشرافی رو متهم میکنید به اینکه ایشون تجزیه طلبه، و من با شناختی که از ایشون دارم چندین بار توی برنامه‌هایی که با تلویزیون مردم داشته خود ایشون دیدم گفته اصلا من طرفدار تجزیه طلب نیست، تجزیه نیستم، این نمیخوام بگم کانفلیکت آف اینترست، بعد مردم میگن اینها آقا خود سوربی گفت ضیاء صدرالاشرافی اینجوری، و خانم بنفشه هم قبول کرد که این رو من نخونم و گفتن که میتونی حتی اون قسمت رو برداری، و من باز به اصطلاح ترجیح میدم که هیچ قسمتی رو از یک نوشتهی بر ندارم. به همین خاطر این نوشته رو روی فیسبوک گذاشتم، هم بالاش نوشته خانم بنفشه نون، هم پایینش نوشته که دوستان هم بتونن به اصطلاح چیز کنن. من حاضرم برای شما یه فیسبوک درست کنم، بفرستم ایمیلتون و اون پسوردش رو، شما از فرانسه بزنید و برید نگاه کنید و روی اون نوشته های خودتون رو هم بتونید با دوستان جواب بدید، چون اینجا به غیر از آقای ضیاء صدر اشرافی شما به آقای بابک هروی هم یه جورایی حمله کردید. عجیب است، آقای بابک هروی نیز به طور ضمنی و با گفتن همه شاهان در ایران به خاطر زور خود شاه شدن، بجز دیاکو شاه که به غلط میگویند کرد بوده، ناراضیت خود را با این جنبه بیان آقای عقیلی پور نشان دادن. البته توی این نامه از آقای عقیلی پور شما حمایت کردید، حتی نوشتید که بجاست که عقیلی پور به خدمت به وطن و وطن پرستی خود ادامه دهد. این برای اون دوستمون که پیام گذاشته بود و گفته بود که آقای عقیلی پور نمیدونم اینجور و اونجور. ببین دوست عزیز، مردم یعنی همین، یعنی یه نفر فکر میکنه آقای عقیلی پور وطن پرسته، یه نفر مثل شما فکر میکنه هر فکری که میکنه. شما نباید به اون کاری داشته باشید، بذارید ایشون بره دنبال آقای عقیلی پور، شما یا خودت بیا صحبت کن یا برو دنبال اونی که باور داری. خانم مینو ثقفی لطف کرده بود یه ایمیلی برای من فرستاده بود، ببینم اینو میتونم پیداش کنم، اگه پیداش نکنم که دیگه خیلی آبروریزی هست. چرا ایمیل های شما خالی از پره و پر از خالی؟ نمیدونم، اگه دوباره ایمیل فرستادید این ایمیل هم، آها، اینو که من نوشته بودم گوش کنید، تصحیح کنید و نمره بدید. خب بذار ببینیم کجاش را دیدی سوربی. Did you tell me watch only one side? I'm super multitasking. شاید داری زن میشی. این زنها، این خانوما، این بانوان واقعا چقدر میتونن چند تا کار رو در آن واحد انجام بدن،
و ما آقایون چقدر تو این قسمت ذلیل هستیم. دلیلش هم این خانم بهت میگه که مثلا این میگه حالا من دارم این کارو انجام میدم بذار تموم بشم، ولی خودمون به خانممون میگیم فلان چی کجاست، میگه اونجا داره از بچه نگهداری میکنه، داره آشپزی میکنه، داره این کارو میکنه. و شاید سعید تو هم مثل من اون قسمت زن بودن در وجودت داره بیشتر میشه، امیدوارم در وجود همه مردا بیشتر بشه تا یا ما یه مقداری فهم و شعورمون بره بالاتر. یک خانمی پریشب یه جوکی گفت که ببخشید شما اینجا هستی. گفتم خانم بگید دیگه جوک وقتی میگید، خب حالا نگید بعدا خانم ها میان به همسرشون میگن و اینا، بگید دیگه. گفتن که خدا با یک مردی داشته صحبت میکرده، مرده میگه که آ خدا من از شما یه سوالی دارم. میگه بفرمایید. میگه چرا زنها را اینقدر خوشگل و زیبا آفریدی که ما هممون همه مردا ما عاشق اینها بشیم؟ گفته آهان که چرا زیبا؟ گفته خب میخوام که شما عاشقشون بشید و دنبالشون باشید، برید که بخواید باهاتون زندگی کنن. گفته خب چرا پس این خانما رو اینقدر کم عقل آفریدی؟ خدا میگه که برای اینکه اونها هم بتونن عاشق شما بشن. اینم جواب کسی که فکر میکنه خانم ها کم عقل. Watching TV with TV remote in my hand, watching and switching between Judge Mathis and Judge Judy on TV at the same time, meanwhile fixing someone else's computer online و watching two مردم TV. بابا تو دیگه زن شدی خبر نداری. خب ممنونم، بریم سراغ این نوشته ها. ساعت هم 2:58 است. عذر میخوام، باز هم ما امروز مدرسه‌مون دیر شد و به جایی نرسیدیم. بذارید ببینم که برای من یه دوستی فرستاده بود، بالاخره پوتین یه کار جالبی، یه کار خیلی خوب کرد، ولی من این خبر رو جای دیگه نتونستم پیدا کنم. یک نوشته هست، عکس و اینها، نوشتن پوتین قرآن، نماز خواندن در ملأ عام، حجاب در مدارس و هر تظاهر عمومی به اسلام را در روسیه ممنوع کرده. هر کس نمیخواهد، گفته هر کس هم نمیخواهد برود. من خبری در این رابطه جای دیگه ندیدم. شما اگه دیدید برای من بفرستید تا توی برنامه آینده اونها را هم بخونیم و صحبت کنیم. و اما نوشتن که arrested، دستگیر شد. رادیو فردا گزارش داده که نخست وزیر دولت محمد مرسی در مصر بازداشت شد. همین امروز نوشته 27 دسامبر، ششم دیما، و این هم از این ماجرا. این حکومت های دیکتاتوری اینها میان ظلم میکنن، اون یکی میاد اونه میگیره و الی آخر. اجازه بدین تو این یکی دو دقیقه، یه دقیقه، نیایش یک مهاجر ایرانی در کانادا رو براتون بخونم. خیلی طولانیه ولی یه دقیقه شو میخونم. خداوندا برای ما کشوری خلق کن که در آن کشور دمای هوا حدود 22 درجه سانتیگراد باشه، ولی برف هم باشه که بتونیم اسکی کنیم و گرم هم باشه که بتونیم شنا کنیم. بارون نم نم هم بیاد که به صورت رمانتیک بتونیم قدم بزنیم و حدود 7 عصر، ولی باد نیاد چون باد خیلی مزخرفه. کوههای شمرون و سواحل طلایی اقیانوس آرام، آبشار نیاگارا، صحرای دبی، رودخانه سن رو یک جا داشته باشه با چند تا پل خاجو و اوپرا هاوس. مکدونالد و کی اف سی و البرز و فری نمیدونم همزمان باشن، ولی آبجو هم داشته باشن و خورشت قرمه سبزی و پیاز هم بفروشن به همراه شله زرد و قلیون. ما رو به واسطه دانش و تخصص مادرزادیمون رو هوا بزنن و شغل رو هوا بزنن و ببرن و شغل مدیریتی عالی با حقوق وحشتناک بالا پیشنهاد کنن. دوستان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر بریم آگهیار ببینیم، برگردیم. تو این فاصله تماس میگیرم با آقای جهانگیر شادانلو از پاریس. بعد ساعت 4 با آقای بابک هروی خواهیم بود. برنامه قبلی ما برنامه کانون آوا بود که اون هم به زودی روی آرشیو هم کانون آوا هم روی تلویزیون مردم صفحه آرشیو یا بایگانی خواهید دید. از اینکه بین این همه رادیو تلویزیون تلویزیون مردم را انتخاب کردید ممنونم. و باز هم از اون دوستی که لطف کرده دوتا پیام گذاشته، یکی 10 دقیقه یکی 6 دقیقه، بدون اسم بدون شماره تلفن، همه رو متهم کردید به وطن فروشی، خیانت، نادانی، اینها، خواهش میکنم مهمان عزیز برنامه من باشید. اینجا میگن special guest،
مهمون مخصوص برنامه من باشید تا مردم از این دانش شما بتونن استفاده کنن. مرسی. چند دقیقه برنامه آگهی ها رو ببینیم و با هم برنامه رو ادامه میدیم. مرسی. TNG و پیرمید انترتینمنت با افتخار ارائه میدهند با شکوه ترین گرد همای ایرانیان در لاس وگاس کریسمس 2013 با 6 نام‌آور موسیقی ایران، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل مجلل میراج و شرکت در 2 کنسرت فراموش نشدنی فقط $299. 24 دسامبر معین، شادمهر عقیلی و آرش، 25 دسامبر ابی، اندی و منصور. تلفن اطلاعات و رزرو پکیج. مدیریت سیلم کارپت با افتخار زیبایی و تمیزی را به شما تقدیم می دارد. انواع فرش ها، موکت ها، کفپوش های چوبی، لامینیت های خوشرنگ و زیبا با قیمت های بسیار مناسب برای منازل، دفاتر کار، هتل ها و مؤسسات شما. از نمایشگاه سیلم کارپت در استرلینگ ویرجینیا دیدن کنید و یا با ما از طریق تلفن 703-948-9888 و یا ایمیل ab2000@aol.com تماس حاصل فرمایید. Palladio Banquet Hall proudly presents a New Year's Eve special celebration with Andy on December 31st. Shani, All You Can Drink, All You Can Eat, All You Can Dance. Santa Claus will also be stopping by with surprise gifts. Let's make this the most memorable New Year's Eve ever. Bring your dancing shoes and come spend a magical and spectacular New Year's Eve. Andy, Shaney, and DJ. Doors open at 8 p.m. For more information or tickets, call 818-434-9918. At the Palladio Glendale, sponsored by Magic Realty. با درود به شما آزادی خواهان عزیز. آزادی خواهی یعنی چه و چه کسانی آزادی خواه هستند؟ آزادی خواهان کسانی هستند که برای همه گروه های سیاسی و افراد منفرد فعال در صحنه سیاست ارزش قائل باشند و آنها را به رسمیت بشناسند، چه آن گروه و یا افرادی که با ما هم عقیده هستند و چه آنها که مخالف نظر مایند. آزادی خواه به کسی گفته می شود که تک تک افراد جامعه را به رسمیت بشناسد و در راه به ثمر رساندن آزادی بیان، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی در چهارچوب قانون حقوق بشر تلاش کند. ما در جبهه آزادی خواهان ایران تمام سعی و تلاش خود را خواهیم کرد تا در برابر حکومت دیکتاتور مذهبی اشغالگر کشورمان بایستیم و برای آزادی کشور و مردممان و به ثمر رساندن نهاد آزادی و گفتگو با هم تلاش خود را به کار بریم. هرچند این قدم کوچک باشد، اما باز از تلاش دست بر نخواهیم داشت. از همه شما هموطنان که با ما هم نظر هستید دعوت می‌کنیم که بیایید منها را کنار بگذاریم و ما بشویم و با احترام به عقاید و تفکرات همدیگر در کنار هم بنشینیم و گام‌هایمان را برای رسیدن به هدفی مشترک
هرچه محکمتر برداریم. آن وقت می‌بینید که چه راحت و ضحاک حاکم بر کشورمان پیروز می‌شویم. با سپاس محمد علی متحیر، فعال جبهه آزادی خواهان ایران، سوئد. خب بینندگان عزیز سلام مجدد، خیلی ممنون که هنوز هم با ما هستید. مطمئنم که هر جا برید بهتر از اینجا پیدا نمیشه. خوشحالم که با آقای جهانگیر شادالو هستیم. از این دو سه هفته گذشته شانس به ما رو کرده، چندین مدت چند ماهی بود ایشون نبود. شما هم میپرسیدید، گفتم بابا از خودشون بپرسید، من نمیدونم. در اصل لطف کردند و آمدند. و جالبه توی کشورهای دیگه معمولاً یه اتفاق تاریخی که میفته، بعدن دولت یک کسی رو استخدام میکنه، کامیشن میکنه که بره تحقیق کنه و اصل اون ماجرا رو در بیاره. امروز آقای شادانلو میخوان درباره یه دوستی صحبت کنن، یه شخص ایرانی صحبت کنن که افسر هوانیروز اگه اشتباه نکنم، ایشون رفته درباره جنگ 8 ساله ایران تحقیق کرده. من چی بگم وقتی که خود آقای شادانلو اینجا هستن؟ آقای شادانلو سلام میکنم خدمت شما، خوش آمد بهتون میگم و بگید ببینیم ماجرا از چه قراره. من هم سعی میکنم عکس این دوستمون رو در حین صحبت‌های شما نشون بدم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون مردم و شما جناب سربی، در پی گفتار هفته گذشته در مورد شخصی هموطنی به نام رامین ابدالیان ایرانشاهی که من صحبت کردم دستگیرشون کرده بودن، اطلاعاتی گرفتیم از ایران از دوستان ارتشی و اینها این اطلاعات رو در اختیار من گذاشتن. همونطوری گفتم هفته گذشته این شخص، البته درجهشون رو نگفته بودم، ایشون سروان ارتش هستن، در هوانیروز خدمت میکنن و اسمشون هست رامین ابدالیان ایرانشاهی، متولد 15 اردیبهشت 1360، یعنی یک دو ماه قبل از کودتای آقای خمینی بر علیه منتخب مردم و رئیس جمهور، متأهل هستن ایشون و ساکن تهران. سوابق علمیشون کارشناس ارشد هوافضا، کارشناس ارشد مدیریت رسانه، کارشناس ارشد روانشناسی و دکترای روانشناسی. چند تا کتاب هم ایشون چاپ کردن به نام آسمان آنجا آبی نیست، یک پنجره برایم کافی است، پشت هیچستان زندگی، صهیونیسم و هزاران سال توحش، و چند تا کتاب هم در دست چاپ دارن. ایشون سوابق پژوهشی هم دارن، انجام انواع تحقیق در جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت علوم سیاسی و کلیه امور و عملیات آماری. نویسنده رمان هستن، مستند داستانی، فیلمنامه، زندگی نامه و ساخت مستندهای اجتماعی. الان هم در تحصیلاتشون هم دکتراست. چرا ایشون رو گرفتن؟ یک کتابی در ایران به چاپ رسیده تازگی به نام دا. این کتاب رو خاطرات یک خانومی است به اسم سید زهرا حسینی و خانوم دیگری به اسم سید اعظم حسینی این کتاب رو چاپ کرده، یعنی نوشته تکمیل کرده و داده برای چاپ. این خانوم ساکن عراق بودن، در بصره عراق بودن و به ایران میان قبل از جنگ، وقتی در خرمشهر مستقر میشن و همون روزهای اول جنگ که عراق حمله میکنه، ایشون پدر و برادرشون این خانوم از دست میدن و بعد ایشون خودش برای شستن اینها به سلاخخانه یا قصالخانه، قصالخانه فکر کنم میگن سلاخخانه، اشتباه گفتم با پوزش، قصالخانه، و برای شستشو اینا میرن به مردشورخانه و اصلا ایشون همونجا میمونه مدتی و کارش اصلا همین بوده
حالا تو این کار ادامه میداده. بعد ولی در کتاب وقتی ازشون صحبت میشه طوری صحبت میکنن که این شخص مثل این که همه کاره خرمشهر بوده و دلسوزتر از این خانوم در اونجا اصلا وجود نداشته. این کتاب تقریبا تا الان آماری که داده شده حدود 108 هزار جلد از این کتاب چاپ شده، به چاپ 130 رسیده و هر نوبت هم تقریبا اینطور که گفتن نزدیک 10 هزار جلد چاپ میکنن، در 812 صفحه است. فکر میکنم که عکسش هم حتما الان نشون دادین و میبینن بینندگان عزیز. بله عکس این دوتا خانم رو نشون دادم، حالا عکس کتابشون هم نشون میدم. بله بله. بعد این کتاب چرا چاپ شده؟ من خاطرم هست یک کتابی هم آقای موسوی اردبیلی، یکی از همین خیانتکاران روحانی در زمان جنگ و در طول این سالها، به نام قائله 14 اسفند، اتفاقی که در دانشگاه تهران افتاد و چماقداران آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی به مردم حمله کردند و میخواستن جلوگیری کنن از برگزاری سخنرانی رئیس جمهور ایران در به خاطر بزرگداشت دکتر محمد مصدق، و وقتی که اینها هیچ نتیجه نگرفتن حمله کردن میکروفون ها و بلندگو ها رو قطع بکنن. ببخشید آقای شادان، منظورتون آقای بنی صدر هست رئیس جمهور؟ بله بله بله، آقای بنی صدر اولین رئیس جمهور. بله, بله. بفهم. و در اونجا در دانشگاه اینها شناسایی میشن، دستگیر میشن و تحویل در مسجد دانشگاه، تحویل پلیس نیروی انتظامی اون زمان سال 59 میشن یا 60، 59 فکر میکنم. و بعد آقای بنی‌صدر هم اعلام میکنه به یکی از بچه‌ها، گفتن که برین این مدارک اینا رو از تو جیباشون بردارین بیارین. رفتن مدارک اینا رو همه رو آوردن و اینا رو پشت بلنگو آقای بنی‌صدر خوندن این اسامی چماقداران رو، که تمامشون یا بچه این روحانیان بودن، همینه که الان در کارهای دزدی و فحشا و اعتیاد و همه دست دارن. آقازاده ها. آقازاده ها، بعد درست بله از همون زمان شروع شد، و یا بچه های کمیته بودن یا این باجگیرا و خلاصه کسانی که دوروبر حزب جمهوری اسلامی و روحانیون میچرخیدن، و اینها بودن اون چماقداران که در حزب جمهوری اسلامی وسیله آقای رفسنجانی، آقای بهشتی و همین آقای خامنه‌ای رهبر اینا تشکیل شد اون زمان، که من خودم هم اون اوائل قبل از اینکه اینها مقام و اینها بگیرن سال 57 رفته بودم و اینا رو از نزدیک می‌دیدم که دارن تدارک این چماقدارا رو می‌بینن. بعد کتابی آقا بعد اینا که بردن آقای بنی‌صدر اعلام کردن، خب رژیم بسیار براش گرون تموم شد که چرا آقای بنی‌صدر همچین کاری کرده و لو داده اینا رو، و اینا چرا پشت میکروفون گفته، که خب بحثی بود بین ایشون و آقای خمینی بعدن و مشکلاتی که پیش اومده. بعد همینطور ادامه پیدا کرد تا به کودتا و برکناری آقای بنی‌صدر. آقای موسوی اردبیلی که روحانی هستن و یکی از بزرگترین گناهان دروغ گفتن در اسلام، ایشون کتاب 1400 صفحه‌ای نوشتن و هر چه دوست داشتن دروغ در این کتاب نوشتن و با پول دولت و قوه قضایی این کتاب رو چاپ کردن با هزینه دولت و دادن به پخش کردن بین مردم. الان اینها همین کار رو کردن، چون خوشبختانه همینطوری که فکر میکردن، البته خیلی دیر این اتفاق افتاده، ولی اولین شخصشون نیستن، بسیاری از افراد و جوانها و کسانی که دل درگیره وطن و مردمشون دارن دنبال این هستن که میخوان ببینن جنگ چگونه شروع شد، چگونه تموم شد، کی خائن بوده، کی خیانتکار بوده. و یک مسئله که بسیار برای عده مهم هست اینه که چطور میشه اولین رئیس جمهوری که با 76% آرا انتخاب میشه ایشون خائن در میاد و اینها همه جا از ایشون به اسم خائن اسم میبرن. این کتاب تماما نوشته شده بر دروغ. بسیاری از جاهای این کتاب دروغ در مورد آقای بنی‌صدر و به عنوان خائن که نمیذاشته نیرو برسه، لوازم جنگی برسه و مخصوصا این کارا رو میکرده که عراق وارد ایران بشه و خیلی دروغ‌های دیگه که جدید نیست. و همچنین متاسفانه توهین به ارتش و ارتشی‌ها. یاد اون آقای نخست وزیر
مکتبی آقای رجایی که خب متاسفانه نخست وزیر اولین رئیس جمهور ایران آقای بنی‌صدر شدن، البته اونم با فشار آقای خمینی و حزب جمهور اسلامی. و این شخص یادم هست در زمان جنگ در مسجد سپهسالار نزدیک مجلس سابق و میدون بهارستان آمدن سخنرانی کردن و گفتن ما پیروزی که با این ارتش به دست بیاد نمیخواییم. و خاطرم هست و شاید بسیار از بینندگانم خاطرشون باشه که آقای بهشتی هم فرموده بودن و میخواستن در همون زمان دوران انقلاب بعد از انقلاب ارتش رو منحل کنن و حتی اینو به شورای انقلاب هم ارائه دادن طرحش رو، که بسیار آقای بنی‌صدر مخالفت کردن با این و جناب تیمسار مدنی و یک سری از این وطن پرستا و نذاشتن این کار انجام بشه. و از همون روز اول اینها اعتماد به ارتش نداشتن و میدونستن که خب خود اینها خائنن و میخوان خیانت به این مردم و مملکت بکنن. میگفتن تنها خطر این که ممکنه برای ما خطر باشه ارتش هست و به همین دلیل بسیار به اینها بدبین بودن. و تا همین امروز شما ببینید این جوان، این سروان جوان ارتش دلیر ایران بعد از انقلاب به دنیا آمده، در این دانشگاه و مدرسه اینها بزرگ شده و حرف اینها رو شنیده و اون چیزی که فکر میکردن اینها و آقای خمینی میگفت ما ارتش 20 میلیونی میخواییم درست کنیم، اینها اون افراد هستن که نه تنها وابستگی به رژیم ندارن بلکه دنبال حق و حقیقت هستن. و ایشون این کتاب رو خوندن، چون این کتاب در محلی در یک ساختمان بزرگی در خیابان حافظ، خیابان رشت، کوچه جمشید جم، توسط انتشارات سوره مهر اونجا چاپ میشه. یعنی یک ساختمانی گرفتن فقط برای این کار و این زیر نظر سپاه هم هست، یعنی چیز شخصی نیست، زیر نظر سپاه پاسدارانه. و 5 خط تلفن هم برای اینجا گذاشتن و این کتاب مرتب چاپ میشه و پخش میشه. بسیار جاها به طور رایگان در مدارس و در دانشگاه ها، در جاهایی که مردم سر کار دارن و به مردم میدن این کتاب بخونن. و در این کتاب کسانی که خدمت کردن ارتش، مردم، یک سری از سپاه چون اونام بالاخره در اونام آدم های وطن پرست بودن، رئیس اولین رئیس جمهور آقای بنی‌صدر و بیشتر ارتش، و واقعا اون زمان ما کسی رو نداشتیم، واقعا اگه ارتش نبود، ارتش جلوی عراق رو نمی گرفت، معلوم نبود الان وضعیت ما کجا بود. ولی متاسفانه اینها در این کتاب توهین‌های بسیار زیادی به ارتش و ارتشیان کردن و با صحبت‌هایی که با دوستان ارتشی در داخل انجام شده تمام اینها رو میدونن و خیانت‌های اینها رو میدونن، ولی متاسفانه از ترسشون صحبت نمیتونن بکنن فعلا. امیدواریم که با این کار اونها هم بتونن کاری بکنن، صداشون در بیاد و حقیقت رو بگن. و در این کتاب درست جای خائن و خادم با هم عوض شده، یعنی تمام کسانی که خیانت کردن، چه اون افراد شخصی، چه کسانی که به عنوان فرمانده لشکر و فرمانده ایکس و ایگرگ با لباسهای پاسداری به ارتشیان زور میگفتن و هر تقاضایی از اینها میکردن و مخصوصا از هوانیروز که بسیار فعال بود و با بالگرد یا هلیکوپتر اینها عملیات انجام میدادن، اینها رو به بسیاری کارهای شخصی و کارهایی که اصلا ربطی به جنگ و جبهه نداشت از اینها تقاضای کار و هلیکوپتر میکردن و اگر هم مخالفت اینها میکردن واقعا برخورد بسیار بدی با اینها بود و جرأت نداشتم. باز من یاد یک خاطره میفتم، فرمانده وقت شهربانی پیش آقای بنی‌صدر آمد در سال 60-59 و به ایشون گفتش که ما وقتی زندانهای رژیم آزاد شد در زمان شاه و انقلاب شد، زندانها باز شد، ما یک سری آدمکش، چاقوکش، کسانی که کارهای زشت انجام میدادن و خطرناک هستن، اینا همه از زندانها آمدن بیرون. ما طبق تحقیقاتی کردیم تمام اینها ریش گذاشتن و در سپاه و کمیته ها، اون موقع هنوز سپاه به اون صورت نبود، در کمیته ها اینا مشغول هستن و شناسایی شدن، ولی ما چون ارتشی هستیم و نظامی هستیم جرأت این که بریم سراغ اینا ندارن، فوری به ما تهمت میزنن و برای خود ما دردسر درست میکنن. شما با آقای خمینی صحبت بکنید
و بگین اجازه بدن ما بریم اینها رو بیاریم که بعد آقا بریم دستگیرشون کنیم و برگردشون به زندان، که بعد آقای بنی صدر با آقای خمینی صحبت میکنن و متاسفانه آقای خمینی این اجازه رو نمیدن و میگن اینها آدمهای انقلابی هستن، جوانان انقلابی هستن و اینها بیخود میکنن، این ارتشیا نمیخوان که روحانیت و این آدمهای جوانهای مسلمان ما کاری انجام بدن. البته میدونستن ایشون که باید از چه کسانی استفاده کنن، چه کسانی هستن که میتونن راحت در خیابون آدم بکشن، شکنجه بکنن، اسید به صورت مردم بپاشن و این کاری که دارن در این 33 سال میکنن. اینها از همون اول برنامه این حکومت آقای خمینی و جانشینانشون بود. بله، بعد دیگه در این کتاب بس تمام آقای موسوی اردبیلی، رفسنجانی، خود آقای خامنه‌ای و محسن رضایی، رفیق دوست، از تمام اینها تعریف و تمجید میشه و از سپاه که اینها اگر نبودن کشور از بین رفته بود، در صورتی که درست برعکس و اینها نگذاشتن جنگی که در 6 ماه باید تموم میشد و قرارداد خاتمه جنگ باید امضا میشد در عربستان و عراق، اینها نذاشتن و با امریکایی‌ها ریگان و بوش پدر ساختن و بنی صدر رو برکنار کردن و به این جنگ خانمانسوز ادامه دادن. الان براشون خیلی گرون تموم میشه که برن افرادی و این حقیقت‌ها رو در بیارن و به مردم بدن. خوشبختانه این شخص این کار رو رفته کرده و در حین اینکه متوجه شدن ایشون داره این همچین کاری میکنه، ریختن و گرفتنشون. خبر خوبی هم میدم که خبر رسیده از یکی از دوستان که ایشون آزاد شدن فعلا و نمیدونم در چه شرایطی البته هستن، ولی خدا رو شکر آزاد شدن به خاطر همون برنامه گذشته‌ای که ما اجرا کردیم و اعلام کردیم به چند اینجا، فعلا ایشون رو رها کردن. امیدواریم که ایشون و امثال این و جوانهای دیگر و کسانی که صدای من و ما رو میشنون دنبال حقایق برن و ببینن که خادم و خائن کی بوده و چرا انقلابی که با 98% به جمهوری اسلامی رأی دادن الان به جایی رسیده که فکر نمی کنم بیش از 5-6% اینها طرفدار هوادار داشته باشن و بلایی که بر سر مملکت و ملت ما آمد. این مربوط به بله، این مربوط به این دوست عزیز و امیدوار هستیم که دیگه براشون مشکلی پیش نیاد و بتونن به کارشون ادامه بدن. و مطلب دیگری که بخواستم راجع صحبت کنم، ملاقاتی بود که با آقای دکتر احمد شهید داشتم. من از طرف قانون حقوق بشر هلند تقاضای ملاقاتی شد با آقای احمد شهید. من به دیدن ایشون رفتم و حدود 1.5 ساعت تقریبا با ایشون صحبت کردم راجع به مسائل حقوق بشر در ایران و خیلی متاسف شدم از اینکه بسیار اطلاعات کم دارن ایشون. من نمیدونم چرا به این صورت بوده تا الان. نزدیک 2 سال هست که ایشون در این کار داره فعالیت میکنه. حالا آیا کسانی خبرهای حقیقی و درست رو به ایشون نمیرسوندن؟ در هر صورت من راجع به ایشون بودن، به اضافه 4 نفر دیگه هم مأمور حقوق بشر، فردی از سوئیس، از امریکا و 2 نفر دیگه همراهان ایشون بودن، با اینا صحبت کردیم راجع به اقلیت‌های دینی و مذهبی که اینها چه بلایی سر اینها آوردن، چه کار با اینها میکنن، چه حالا کردها، هموطنان بلوچ، عرب‌های ساکن خوزستان و اهواز و اون طرفا و بعد اقلیت‌های دینی، در مورد اینا بسیار صحبت کردیم و در مورد بانوان عزیز ایرانی که چه ظلمی بر اینها رفته و هنوز هم برقرار هست این ظلم، در مورد احزاب و در مورد زندان‌ها مخصوصا بسیار زیاد صحبت شد و من همونجا از ایشون خواستم که با 3 نفر در ایران صحبت بکنن. از همین طریق اسکایپ این ارتباط رو برقرار کردیم. یکیشون آقای تبرزدی بودن
و با آقای تبرزدی صحبت کردن. میدونیم که آقای تبرزدی 8 سال محکوم به زندان شده، 4 سالشو کشیده و الان مشروط بیرون آمده که فعالیت نکنه، ولی خودشون به خواسته خودشون این ممنوعیت رو شکستن. با تلویزیون امریکا مصاحبه کردن و قبول هم کردن که با ایشون صحبت بکنن. از مریض ها در زندان ها پرسیدن و براشون جالب بود، نشنیده بودن کسانی که چرا اینها را به دکتر و دارو و بیرون از زندان نمیبرن، که دلیلش هم گفتن و فقط به این دلیلی که اینها باید همونجا در زندان از بین برن. درست جالبه، درست مثل همین کاری که این فرقه رجوی با این افراد خودش داره الان در کمپ اشرف میکنه. حالا این وسط من این صحبت رو کردم، جا داره که هم این وضعیت دیروز و بمباران اونجا رو، کندازی اونجا رو، واقعا بسیار ناراحت شدیم از این کار ضد انسانی. حالا از طرف هر کسی که میخواد باشه، اینها یک سری آدم اسیر دست این فرقه هستن و اینها واقعا میخوان تمام اینها رو از بین ببرن، همونطوری که در کمپ اشرف 52 تاشون رو کشتن و خود اینها و مریم رجوی و مسعود رجوی باعث این کار بودن و الان هم در اونجا. اینها هیچ نوع کمکی و کاری برای خارج شدن اینها انجام نمیدن، برای اینکه بسیاری از اینها بسیار مدارک و شاهد زنده جنایات این فرقه هستن، نمیخوان اینها به خارج بیان، چون الان تعدادشون که بیرون آمدن میبینید که برنامه میذارن و از جنایات اینها صحبت میکنن، مخصوصا این سری که جدیدن بیرون آمدن و اینها وحشت اینو دارن که اگر تمام اینها بیان و این مسائلی که 20-25 سال بر اینها در کمپ اشرف رفته رو بازگو کنن، دیگه با اینکه هیچ آبرویی ندارن ولی دیگه چیزی برای اینها نمیمونه. خوشبختانه بالاخره بعد از این مسئله ژنو که ما البته اونو تسلیم نامه رژیم میدونیم، امریکا دیگه کاری با اینها نداره و اینها فهمیدن که یه جایی در ایران، جایی که نداشتن ولی جایی که بخواد حکومت بیرون از ایران و حکومت خارجی اینا رو به ایران ببره یا پشتیبانی بکنه، اینم از بین رفته و اینها الان تنها فکرشون این هست که اون عده از بین برن و بتونن اینجا باز به همین کار ننگین و خیانتکار خودشون ادامه بدن. بله، برمیگردیم دوباره به همین آقای احمد شهید و صحبتهایی که در اونجا شد. رژیم جمهوری اسلامی هم به همین نه میخواد کسانی که مقاومت میکنن و در زندانها هستن اینها رو از بین ببرن، هیچ کدوم حاضر نیستن به بیمارستان و دکتر برسونن، که در این مورد زیاد صحبت شد و قرار بر این شد که آقای احمد شهید اقدام بکنن در این مورد. و با دو نفر دیگه هم صحبت کردن که اسامیشون رو نمیتونم بگم و قرار بر این شد که آقای احمد شهید در تماس باشیم با هم، شماره منو گرفتن، ایمیل منو، و اطلاعاتی که میرسه به ایشون مستقیم برسونیم، که این کار رو الان ادامه دارم انجام میدم. هفته گذشتم مطالبی رسید راجع به فرهنگیان عزیز، معلمین عزیز ایران و کسانی که بازداشت کردن در این مورد، اینا رو من رسوندم به ایشون. و از اینجا میگم به تمام کسانی که صدای منو میشنون، اگر مطالبی دارن، اگر در زمینه حقوق بشر و نقض حقوق بشر توسط رژیم ضد دین و ضد ایرانی اسلامی، اینها رو برای ما ارسال کنن از هر طریقی که میتونن و من اینها رو مستقیم به دست ایشون میرسونم. و امیدواریم که بتونیم در جلسه آینده ژنو اینها تأثیرگذار باشه، که حتما هست، و بتونیم الان که رژیم چاره‌ای جز تسلیم در مقابل خارجی به خاطر این تحریم ها نداره، مسئله حقوق بشر هم رعایت بکنه و بتونیم در داخل مملکت از مردممون، از زندانیان و از کسانی که در رنج هستن در این 33 سال از با بودن چنین رژیمی و چنین حاکمانی، بتونیم اونها رو از اقل آزادی برخوردار بکنیم، که البته خودشون هم باید اقدام بکنن، خودشون باید دنبال آزادی و استقلال خودشون باشن. و امیدوارم که ما یک کمک کوچکی که در این راه
الان میتونیم انجام بدیم به ما کمک بکنن و من اینها رو به دست نماینده سازمان ملل متحد برسونم. من از شما ممنونم، امیدوارم که آقای شهید بتونه به ایران بره، چون چندین بار تا حالا تقاضا کرده و مثل اینکه اونها مخالفت کردن و نمیدونم دلیلش چی هست و آیا سازمان ملل قدرتی داره که به اصطلاح مقاومت کنه. و اگر با ایشون صحبت کردید ببینید اگر مایل باشن از طریق تلویزیون مردم هم صحبتی با ایشون داشته باشیم تا نقطه نظرات ایشون رو هم به اصطلاح ما پخش کنیم و مردم بدونن که کسی هست که به اصطلاح به این فریاد اینها به اصطلاح خواهد رسید و امیدوار باشیم اتفاقی بیفته که این ظلم و اینها از بین بره. عرضم به خدمت شما که بله، آقای احمد شهید البته اون قدرتی نه سازمان ملل نه و نه ایشون اون قدرتی رو دارن که بتونن فشاری به ایران بیارن و بتونن برن. رژیم هم اصلا دوست نداره، یعنی اینکه میدونه که اگر واقعا یک فرد بیطرف به ایران بره میخواد زندانها رو ببینه، میخواد کسانی که شکنجه شدن ببینه، میخواد افرادی که واقعا در این 30 سال بر اونها ظلم شده با اینا صحبت کنه. اینها این اجازه رو اگر اجازه رو ندن خب ایشون میتونه بیاد بیرون و گزارش کنه، درست مثل همین کاری که با انرژی اتمی کردن و هی چندین سال اینها رو دووندن و هی هرچی گفتن عراق رو ببینیم، پارچین رو ببینیم، نذاشتن و کار به اینجا رسید که الان در جایی که میتونستن واقعا با خسارتهای بسیار بسیار کمتری این مسئله رو حل کنن انقدر رسوندن به جایی که الان تسلیم شدن و جز این که 2 تا 9 تا امتیاز به این دولت‌های خارجی و امریکا بدن و فقط اونها به اینها اجازه بدن نفتشون رو اونم در مقداری که اینها اعلام میکنن بفروشن و 60% اونو وارد مملکت کنن و یه مقداری 7 میلیون از پولشون رو بگیرن، این تنها چیزی بودی که این رژیم از اینها تونسته بگیره، اونم که متعلق به خودشون است و اینو اینها این همه مدت راجبش پیروزی و اعلام کردن، درست مثل جنگ، خاتمه جنگ که آقای خمینی جام زهر خورد و در شکست و درماندگی جنگ رو تموم کرد و درست مثل مسئله گروگانگیری که اون گروگانها رو 444 روز نگه داشتن و بعد که دیدن دستشونه ول کردن و دیدن نمیتونن کاری بکنن و تمام دارایی ها و خسارات جبران ناپذیری به ایران وارد شد و گفتن اینا یک جنس بنجل بودن و نمیتونستیم چیکار کنیم و با زد و بند با ریگان و بوش اونها رو آزاد کردن که کارتر سقوط کرد و آقای ریگان به رئیس جمهوری رسید که اینا تمام اسنادش موجود هست، الان هم اینا همین کار رو دارن میکنن و آقای احمد شهید فکر نمی کنم اجازه به ایشون بده، ولی امکان این هست با صحبتهایی که ما کردیم و ایشون هم نقطه نظرهایی که داشتن در ژنو بتونن حقوق بشر هم جزء این تحریم ها و این قطعنامه ها بذارن و از ایران بخوان که به اینا پایبند باشه. نمیدونم تا چه اندازه میتونن این فشار رو بیارن ولی ما امیدوار هستیم با مدارکی که ارسال میشه، با دوستانی که تماس میگیرن، با اینا رو ما مستقیم روبرو میکنیم و حالا از هر طریقی که ممکنه با آقای احمد شهید نماینده سازمان ملل فشار و گروه های حقوق بشری که در کشورهای دیگه هستن و همچنین در داخل، من با بسیاری از دوستانی که در داخل در کار حقوق بشر هستن تماس گرفتیم و امیدواریم که بتونیم یک هماهنگی انجام بشه که از این طریق بتونیم داخل و خارج به هم وصل بشن و اینا از طریق سازمان ملل فشار بیارن به رژیم که لااقل زندانیان سیاسی و اعدام در ایران قطع بشه و زندانیان سیاسی آزاد بشن. من ممنونم از شما. یکی از دوستان 3 روز پیش از من میپرسید که آیا سال جدید آقای شادنلو برنامه‌اش رو طولانی تر میکنه یا مدتش زیاد میکنه یا بیشتر میبینیمش. من از ایشون هم خواستم که از طریق فیسبوک با خود شما تماس بگیره و امیدوار باشیم که این به اصطلاح اجرا بشه و شما به جای نیم ساعت و اینها بتونید 1 ساعت 2 ساعت برنامه خودتون رو داشته باشید و حتی تلفن ها رو مثلا بتونید باز کنید تا دوستان مستقیما با خودتون تماس بگیرن. امیدی هست یا نیست؟ بنده بسیار امیدوارم به خاطر کارهایی که داریم انجام میدیم و تماسایی که از داخل هست و من خیلی دوست دارم و مایل هستم که مردم اعتماد بکنن به کسانی که واقعا دل در گروه مردم و وطنشون دارن، نه دنبال مقام و پستی هستن و نه دنبال
دولت‌های خارجی و ما فقط و فقط من و کسانی که در این راه داریم کار می‌کنیم فقط منظورمون آزادی و استقلال برای مملکت و مردم. بعد مردم خودشون میتونن تصمیم بگیرن برای بعد از سرنگونی برای رژیم آینده و هر کاری که میخوان انجام بدن. ما فقط اینجا صدای اونها رو، صدایی که نمیذاره این رژیم به گوش مردم، به گوش دنیا و به گوش سازمانهای بین المللی و سازمان حقوق بشری برسونه، به هر نحوی من این کار رو خواهم کرد به وسیله و کمک دوستانی که داریم و در این راه هم بسیار فعال هستیم و فعالتر شدیم، با کشورهای دیگه الان در تماس هستیم و امیدوار هستم که دوستان، هموطنان و نظامیان عزیز و محترم ایران ارتباط با من ارتباط داشته باشن و ما حتما میتونیم کاری بکنیم و من هم قول میتونم بدم که بله بیشتر بیام گزارش بدیم. حق مردم هست که ما بگیم چی کار داریم میکنیم و چه اخباری هست و همین خبرهایی که رژیم نمیذاره پخش بشه یا کسانی رو بگیره و بی سر و صدا از بین بره، دیگه انشالله این اجازه رو به رژیم ندیم که این کارها رو بکنه و بتونیم جلوی اینا بیستیم. حتما این کار رو خواهیم کرد و این سال هم من بر کسانی که در بیرون هستن و تمام هموطنان مسیحی هم تبریک میگم و امیدواریم که سال خوبی باشه برای آزادی وطن عزیزم. من هم به شما تبریک میگم و امیدوارم که سال بهتری در انتظار همه ایرانی ها و همه انسان های روی کره زمین باشه. مرسی از اینکه در برنامه ما بودید. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. و همچنین بر شما و بینندگان محترم شب بر همگی خوش. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای جهانگیر شادانلو بودیم که روی یوتیوب، گوگل، فیسبوک میتونید ایشون رو پیدا کنید، باشون در تماس باشید و اگر پرسشی دارید یا نظری دارید با ایشون در میون بذارید. برنامه سربی با مردم رو ادامه میدیم تا چند دقیقه قبل از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا یا 1 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا، پس از اون با آقای بابک هروی برنامه خبربین رو خواهیم داشت و جمعه 27 دسامبر هست. ما چهارشنبه برنامه نداشتیم، بی خود دنبالش نگردید، گفت گشتم نبود نگرد نیست. ممنونم از خانم بنفشه، لطف کردن مقاله ها رو فرستادن ولی این اون مقاله نیست. حالا من سعی میکنم توی ویکند که یکم، یه روز ما برنامه نذاشتیم مغزمون تنبل شده، توی ویکند با اون ایمیل ها پیدا کنم و این مقاله رو بذارم دوشنبه حتما حتما برای دوستان بخونم. دوشنبه معمولا ما چند دقیقه وقت میذاریم اون چیزی که در حد توان من هست پناهجویان رو دریابیم و خیلی متاسفم دیروز وقتی که با آقای تننازی، پدرام تننازی صحبت میکردم با اسکایپ، از ایشون پرسیدم که بهراد هاشمزاده آزاد شده یا نه. ایشون گفت نه هنوز در زندان هست ولی امیدوار بود و گفت همین الان که ما صحبت میکنیم وکیلش رفته اونجا. گفتم امیدوارم، مخصوصا این ایام، ایام تعطیلی و اینها. حتما سرباز که بودید یادتونه نگهبانی روزای معمولی مشکل بود، روزای آخر هفته مشکلتر، روزای تعطیل دیگه قوز بالا قوز. اینها هم وقتی با این شرایط در زندان هستن، جوانی که با هزار امید و آرزو راحت شده از دست آخونده و اینها ایران، میاد حالا تازه دست سوئد، میبینه که ای بابا آخونده تنها نیستن که این همه ظلم میکنن، افراد دیگه هم هستن که بهشون کمک میکنن. دوست عزیز سوربی هستم، شما روی خط هستید، بفرمایید. سلام قربان، خسته نباشید. سلام، احوال شما؟ مرسی. کت خوشگله که چرا در آوردی؟ گرمم شده بود از بس اون آقای 10 دقیقه پیغام گذاشته بود، عصبانی شده بود. من اتفاق خوب شد شما گفتی، مرسی. میخواستم با اون آقا بگم ببین عصبانی نشو، مثلا گرمت میشه کتتو در بیار. به قول خواهر عزیزم نیه، اگر چیز میشی عصبانی میشی یه لیوان آب سرد بنوشین. ما چرا اینقدر عصبانی هستیم استاد؟ شما که خیلی چیزا رو یاد من دادید توی این سالهای گذشته، چرا زود قربان؟ بفرمایید. ما گم کرده داریم آقای. گم کرده؟ آها راستم میگی. آ چقدر هم قشنگ گفتی، آدم وقتی یه چیزی رو گم میکنه چقدر عصبانیه و نگرانه که پیداش کنه. امیدوارم گم کرده هامون رو پیدا کنیم و یه مقداری از این عصبانیتمون کم بشه. من ساکت میشم، شما بفرمایید. با خط نباشید خدمت شما بگم که
تو امکاناتی که داریم ببینید نظر ماندلا نسبت به جمهوری اسلامی انقلابی که تو ایران شد رهبران انقلابی ما چی بود؟ باشه چشم. البته میدونید که ماندلا رو یه جوری اینها گول زدن، کشوندن بردن اونجا، بعد مثل که این بنده خدا رفته بود دیده بود اون چیزی که اون باور داره نیست و اینها. بحث خوبیه. اتفاقا یکی از دوستان قدیمی که سالهای سال ایشون رو میشناسم لطف کرده بود، پیام گذاشته بود، گفته بود اگر مایل باشید به چی صحبت میکنم، به اصطلاح چی میگن، در رابطه با ماندلا صحبت میکنم. این صحبت شما دلیلی شد که من با ایشون تماس میگیرم، ازشون بخوام بعد از تعطیلات سال نو و اینها حتما بیان در این مورد صحبت کنم. بالاخره وقتی به ایران رفت و برگشت یه نظری داره یه نسبت به این. بله بله، تشکر میکنم. ممنونم. آخر سال خوبی داشته باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید و امیدوارم روزهای بهتری در انتظارمون باشید. شما و خانواده محترم قربان. مرسی، خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، ساعت 3:42 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، 12:42 به وقت غرب آمریکاست. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها یادم نیست، آلمان که بودم یادم نیست، نیو ایر رزولوشن، یعنی سال نو که میشه با خودشون یک عهد و پیمان می‌بندن و تصمیم می‌گیرن که یک کاری رو انجام بدن. معمولا میگن خیلی مقدار درصد بالایی از این تصمیما هم اجرا نمیشه، بالاترینش هم اینه که طرف میخواد وزن کم کنه و این گود شیپ باشه. البته پیشنهاد من اینه که به مجاهدین بپیوندن و اعتصاب غذا کمک کنن، اون دوستان رو که غذا نخوردن اونها برن غذا بخورن، اینها اینجوری وزن کم کنن. ولی من تصمیم گرفتم که سال 2014 با کمک این دوستانی که با ما هستن و برنامه دارن اینها، بهشون بگم بابا یه کاری بکنید که من به عنوان طلبکار هی دنبال شما را نیفتم، بگم آقا این ماه رو دادی اون ماه رو ندادی و ما رو از این حساب چی میگن حسابداری نجات بدین. حتما ماجرای اون جوک جنگل و شیر و اون خر بیچاره رو شنیدید که بعد گفت برو بابا خدا پدرتو بیامرزه، اون کم بود که حالا دیگه حسابدارم شدیم. ببینید توی این تلویزیون این رابطه، حالا ما به شوخی بارها گفتیم که اینجا مثل مکدونالد، شما میای منیو رو نگاه میکنی میگی اینو میخوام اونو میخوام، ولی قسمت آخرش هم یادتون باشه مکدونالد وقتی شما میری نگاه میکنی بعد کردیت کارت یا پولتو میدی اون میگیره اول، وقتی مطمئن شد بعدن اون همبرگر رو میندازه روی چیز. ما اینجا کار میکنیم، وقت میذاریم، پول میذاریم. برای یکی از دوستان که حالا مشکلی ایجاد شده بنده خدا بانکش و اینها اذیت میکنه، وقتی نوشتم بعد بهش که من باورم نمیشه که شما برای این مبلغ، گفتم دوست عزیز شما نمیدونی تو آمریکا این بانک ها چه ظلمی میکنن. بعد موضوع اینه که شما وقتی برای من مینویسی این مبلغ آمده، من بر اساس کار اشتباهی هم هست، بر اساس گفته شما میرم پول آب، برق، کیبل، گاز، این قسم اینا رو میدیم، بعد هر کدام از اینا که بر میگرده بانک $35 جریمت میکنه. اون کسی که شرکتی که پول دادی اون جریمت میکنه، بعد پولتو میذاره رو تأخیر، آبو قطع میکنه، برقو قطع میکنه، تلفنتو قطع میکنه، بعد یه پول دیگه باید بدی تو بیا بس کنه. یعنی از هر چیزی که شما بگی دیگه از آخوندا بدتر بانکای اینجا هستن. اون وقتا میگفتن مواظب باش ملا خور نشه، حالا باید مواظب باشی بانک خور نشه و ما رو از این حالت بیل کلکتور در بیارید. خودتون حسابدار خودتون باشید. یکی اگه میگه آقا من 25م میفرستم، دیگه من نگم آقا 25م هم آمد و رفت و 26م هم رفت و امروز 27م، لطف کن بفرست بیا، بعد میگه حالا 5م ژانویه میفرستم. خب این کار زشتیه، من اصلا نمیفهمم ما این رو از کجا شروع کردیم. فکر کنم ما ایرانی ها اولین کسایی باشیم که این چک تاریخ دار یا چک برو بعدن که گیرم اومد بهت میدم رو ما درست کردیم، و الا تو آمریکا چک یعنی نقد. شما وقتی هم میری، البته الان آمریکا رو هم خراب کردیم، وقتی میری توی فروشگاه میگه که نقد میخوای بدی یا کردیت کارت، شما بهش میگی نقد ولی وای میسی چک بنویسی، چک کشه، یعنی من این پول رو دارم برای که خطری نداشته باشه با خودم نمیارم، به شما کاغذ میدم شما برو بگی. حالا من یادم سالها پیش تو ایران یکی
راه افتاده بود، یه حساب بانکی باز کرده بود، یه دست چک بهش داده بودن، همونجوری تا مسیر خونش فرش خریده بود، چی خریده بود اینا، فوری اومدن دنبالش گفتن آقا میافتی زندان، اینجوری نیست که. خیلی از دوستان هم با کردیت کارت این کارو میکنن، اشتباهه. سعی کنید روی پولی که دارید حساب کنید. سوربیتا هم همینجور، سعی کن پول اول بیاد تو حسابت، بعدن چک بنویس، بعدن قول بده. اما این دوستمون قشنگ گفت، گفت ما هممون یه چیزی گم کرده داریم. راستم میگه. خب بذارید ببینیم این اوضاع و احوال ما چگونه است. دیگه وقتی به اون صورت نمونده و نمیدونم اگر چیزی رو جایی کم و کسر گفتیم. بذارید ببینم به مطالب. خب این که باز شد همون، اجازه بدید من پلیر 3 رو خاموش کنم، دیوونه شدیم. حالا دیگه ما خیلی چی داریم هم میذاریم، اینجوری بیاد تاریخ بیاد اس بیاد، دیگه شده باعث درد سرم. اینقدر سال نو رو آقای جابر کلیبی هم از کانادا به همه دوستان تبریک میگن. میدونید که ایشون یه مشکلی پیدا کرده بود، امیدوارم به اصطلاح ایشون هم مشکلش حل شده باشه و بتونه توی کانادا وایسه. دوست عزیز سوربی هستم، بفرمایید، شما روی خط تلفن هست. اگر صدای من رو میشنوید بفرمایید، اگر میخوان پیغام بذارید که مجددا زنگ بزنید من ازتون عذر میخوام. به نظر میرسه که از آلمان این دوستمون میخواد پیغام بذاره. پیغام بذارید، پیام های شما رو من در برنامه ها پخش میکنم و چقدر اون بهتره، چون جایی که درست مربوط میشه به موضوعی که من میگم ردیف میشه، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد یا مکانی دارد، اون رو به همونجا استفاده میکنم. خب ما یکی دو تا مقاله دیگه براتون بخونیم یا نوشته هایی رو که اینجا گذاشتیم بخونیم و از حضور شما مرخص بشیم. کوروش بزرگ با اجرای جمشید مشایخی. برای این دوستم گفتم ببین اون وقت هی میگه آخوندا بده، جمشید مشایخی و بهروز وثوق و ناصر ملک متقی در زمان شاه میرفتن فیلم قیصر بازی میکردن، حالا در زمان آخوندا فیلم کوروش رو درست میکنن، ویدیوی کوروش رو میخونن، سرود ای ایران رو میخونن. در زمان شاه مردم سعی میکردن اون سال تحویل یا تحویل سال در شاه چراغ و مشهد و اینور اونور باشن، الان سعی میکنن برن پاسارگاد که آقای ضیاء صدراشرافی میگه اونجا اون قبر خالیه و هیچ وقت جسد کوروش از اونجایی که کشته شده، چون سر اینم صحبته، به ایران بازگردانده نشده و خدا میدونه که با اون چه کردن. دوست عزیز سوربی هستم، بفرمایید. درود بر شما آقای سوربی، من از آلمان زنگ میزنم. ممنونم عزیزم، بفرمایید. اول زنگ زدم خودش اتوماتیک رفت رو پیغامگیر. آره این رو 5 ثانیه است، من اگر این چراغ رو با گوشه چشمم نبینم تا دستمو میارم وصل میشه، ولی شما رفتی رو پیامگیر. از شما عذر میخوام، بفرمایید. خواهش میکنم، میگم که جریان رو گفتید، من یادم این که من که دست چک گرفته بودم یه ده سال پیش در ایران، این یکی بار خانمم دعوا کرده، گفتم حالا چیکار کنم، گفت باید برای چک بریسی، من از یه چک نوشتم برایش یک چند تا صفر هم جلوش، گفت که آها، بعد فکر میکرد که این چه چک کردم میگیره، یه بار دیگه صدا آشتی در اومد. بذار بینم، یعنی مهریهشو میخواست چک بگیره ازه؟ نه اون پول پیشو میخواست بگیره، مهریه که میشه خود پول حق و سکوت، حق و سکوت. اوکی، چون معمولا خانم ها اون مهریه رو به عنوان حق و سکوت استفاده میکنن. نه این جدیده. آه نمیدونست میدن اینطوره. بله ما زمان انقلاب ازدواج کردی بودیم و اون موقع دیگه این دست نبوشه برای به خاطر مهریه مرد تحت فشار بزن یا بندازن زندان و اینا، اینو این خانم ها از آخونده یاد گرفتن. واو خدا رو شکر که ما حالا یکی هم میگفت که این آقای واقعی بود،
این آقای زنجانی، بابک زنجانی، میگفتن یه معامله انجام داده و اینها توی دست چک ایرانی گویا به بین ژاپنی نوشته بود. میدونید شما اگر چیز باشه بی ارزش میشه، مثل که مثلا من تو چک اینجا بنویسم یورو، فکر کنم قبول نمیکنن چون حساب من به حساب دلار هست. حالا در اصل میگفتن آقای شما نگران، آقای زنجانی بیاد، اگه بیاد توی دست چک ایرانیش اگه یه میلیون دلار برای شما به دلار بنویسه شما قبول کن، چون بالاخره اینا حتما نقدش کاری کرد. مردشو رو خودش برای پولش نمیخوام. آقا ممنونم ازت، برای تعطیلات خوبی. من بخواستم یه در یه صحبتی بخواستم 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 این به شما. من نمیدونم که در سال گذشته مهمترین مسئله که شما بحث کردیم، مهمترین مسئله که اتفاق افتاد چی بود و اینه چگونه چه برداشتی بود. نمیدونم که شما اینو با مهمانتون یا خودتون صحبت کردید. خیلی فکر خوبیه. حالا تا دوشنبه فکرش میکنم، دوشنبه که میشه آخرین برنامه امسال، شاید یه نگاهی بندازم به سال 2003 و این رسمه تو تلویزیون مصاحبه‌های بله بله 2013 ببخشید، من هنوز تو 2000 ببین من 10 سال عقبم از زندگی. ممنونم، خوبیه. چش نه گفتید یه بله به 10 13 بده. آقا خوب درستش میکنی ها. مرسی قربانت. آقا ممنونم از تماست، سال خوبی برات آرزو میکنم. حالا میبینمتون قبل از آقا. امیدوارم که سال آینده برنامه‌ای پربازتری داشته باشید. نه امیدوارم با کمک دوستانی مثل شما و بتونید از نظر مالی هم تأمین کنید که این دردی که گفتی واقعا درد همه جاییه. مرسی عزیزم، با کمک دوستانی مثل شما. مرسی. خب ممنونم دوستان عزیز، ساعت 3:52 است. اجازه بدید 7-8 قبل از 4 از شما خداحافظی کنم. آگهی ها رو یک بار دیگه ببینیم با آقای بابک زنجانی، نه با بابک هروی، برنامه رو ادامه میدیم. ممنونم و اگر پرسشی دارید، نظری دارید، قبل از اینکه سال عوض بشه بپرسید و نظر بدید، در خدمتتون خواهیم بود و سعی کنید یه مقداری up to date. تو ایران مثل که به up to date میگن به روز باشیم، اینجوری بهتره تا اینکه یه روز به من زنگ بزن بگه آقا من میخواستم درباره یه برنامه صحبت کنم. یه مهمونی بود، کی بود اسمشو نمیدونم، کی بود، یا 2-3 هفته پیش بود یا 2-3 ماه پیش بود. آقا ولمون کن تو رو خدا، من دیروز یادم، من ظهر یادم نمیاد چی بخورم، چی خوردم. حالا یادم افتاد که یه خورده سالاد خوردم، از گشنگی هم با این عکسای تعدیق که نشون دادم دارم هلاک میشم. عکس آقای فیلابی و دیگران رو گذاشته بودم که بهتون نشون بدم، ولی ولش کنید. و یه نفر گفتم نوشته بود فیلابی قهرمان، 2 تا کباب، یه دونه نان، یه چیز اینجوری. و دوستان در شعر و این چیزها خیلی زود شعار، شعر، این کلمه شعار و شعور و شعر و اینها همش از یک خانواده است. روز و روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید، مشروب زیاد نخورید، ننوشید و بنوشید و لذت ببرید. اگرم بدون مشروب مثل من نخورده مستید که بهتر، پولی هم اینجوری توی کیستون توی جیبتون میمونه تا بتونید تلویزیون های محبوبتون رو حمایت کنید. حمایت رو فراموش نکنید و به دوستان دیگه هم تلویزیون مردم رو معرفی کنید. مرسی که به درد دلای من گوش دادید. مرسی، ممنون.